درود به میلیون‌ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن‌های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین، درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس سیاوش گرامی کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. پیش از آغاز سخن، همطور که عزیزان مطلع هستید، به دلیل اشکال فنی که گویا برق رفته بود و از طریق به اصطلاح اون منطقه‌ای که تلویزیون اونجا قرار داره، چند ساعتی است من حوالی ظهر بود برام اولین پیامی که اومد، شو بیرون بودم و بعد که اومدم منزل تلویزیون روشن کردم، دیدم بله خواد بردم قطعه، یعنی بچه بودن آقا از طریق جیلویز اصلا اساسا تلویزیون قطعه، که به حال با همت و کوشش جناب مهندس سیاوش گرامی و اطلاع رسانی جناب وطنخواه رفع مشکل شد. برای همینم برنامه با یه چیز بوده نیم ساعت تاخیر آغاز شد. از این بابت پوزش میخوایم، تقصیر ما نیست، مسائل تکنولوژی و برق و چه و چه. اما
من جا یادداشت کردم حدود 4 ساعت در کانال تلگرام خود من 173 تا پیام که اکثریتش شاید میتونم بگم بیشک بله 70 تا 75 درصد از ایران، از سراسر ایران، یزد، کرمان، بندرعباس، اصفهان، شیراز، دیگه شهر کرد، تهران، قزوین، کرج، مشهد، چند تا از شهرهای شمال، از گیلان و مازندران، به هر حال سمنان، دیگه عراق و یکی دو تا شهرها تو کردستان، از رضایه اینور اونور برای من پیام اومد که آقا تموم شد، قد شدیم فلان. و من حقیقت بگم از یه بابت خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد، چون اتفاقا در طی چند روز گذشته که جناب وطنخواه فرمودن که آقا اگر کمک نرسونید ما آدمی نیستیم بریم دست راست کنیم این بر اون بر تبلیغات بگیریم، ما نیومدیم اینجا کاسبی بکنیم، اگر کمک نرسانید این میشه که امروز یه نمونهش شاهد بودی. البته میدونم فکرهای لجن گرفته منفی، چون ما انسان ها همیشه فکرامون منفیه، به ویژه بخش چیزش زنان و زایمان، یعنی بخش ایرانیش، که آقا خودشون این کار کردن که مردم بترسن، همه تونو کفن کردم، اصلا همین چیزی نیست، برق تو اون منطقه قطع شده بوده. ما با سند حرف میزنیم، از مادش هم موجود است و اینطور که جناب سیاوش فرمودن یه موتور برق کوچولوی هست برای یه همچین لحظاتی، تا 2 ساعت 3 ساعت مثلا میتونه برق برسونه، که حالا وسط برنامه یکی از عزیزان هست یا برق اون منطقه قطع شد بتونیم با اون موتور برقه کارایی بکنیم، ولی این تا 2-3 ساعت جواب میده، ولی چون دیگه از دیروز بوده اون موتور برقه هم دیگه جواب نداده، اونم خاموش شده. به هر حال مهمم نیست چی فکر میکنی، چون من اساسا عادت ندارم با مغز فاسد حرف بزنم، آدمی که فاسده فاسده، آدمی که دستش کجه تو دیگه اینو باید بزنید دست رو قطع بکنید، اومده یه دست راست به این آویزون کنید. اما خیلی خوب شد این اتفاق افتاد. به چه دلیلی؟ به دلیل این که عرض کردم از حدود ساعت یک وقت آلمان دارم عرض میکنم، 1:30 بعد از ظهر میشه حدود 4 بعد از ظهر ایران، تا ساعت 6 بعد از ظهر آلمان، یعنی تا حدود 1 ساعت و نیم پیش 173 تا پیام اومد که من دیگه اصلا نرفتم پیام های بعدی رو ببینم. همینطور هم داره میاد، مطمئن باشم همین الان داره میاد. هنوز یه دمی آقا چرا وضع نشه، با وضع شد، اگه بچه ها لطف کنید اطلاع رسانه کنید ممنونم. من تو تلگرام و اینستاگرام خودم هم حدود 10 دقیقه پیش که جناب سیاوش لطف کردن پیام فرستن که آقا داریم وضع میکنیم اینا، باید برقا رو وضع کنیم و کامپیوتر رو وضع کنیم، من پیام رو گذاشتم 7-8 دقیقه پیش. ولی دیدید که سیاه شد یعنی چی؟ من بازم حرفامو تکرار میکنم، میخواید حرفامو قبول کنید، میخواید نکنید، میخواید خوشتون بیاد، میخواید بدتون بیاد، باور کنید، باور نکنید، به خودتون ربط داره. من وظیفم گفتنه. ایران آریایی قطع بشه، مشروطه پادشاهی قطع. ای آقا، بله آقا. ای کاش من میتونستم، یک جوری بود میتونستم اینو به شما ثابت کنم، یعنی یه هفته ما این سفر رو سیاه کنیم، ولی خب حیفه، بخاطر اینکه ما این پول رو بعد مفت یه هفته داریم مفت به چیز پول میدیم، به این حاد به که ببینم شما خودتون وجدانن شرافتن، خود شما همیانان عزیزی که تلویزیون میبینید، یک هفته اصلا نمیخواد ما اینجا رو قطع کنیم، جون پدر مادرتون یک هفته ایران آریایی رو نگاه نکنید، طوری به شرفتون، من خودم دارم مخصوصا برنامه نگاه نکنید، یه هفته از دوشنبه تا جمعه به جاش برید یک هفته تمام این طویله ها رو نگاه کنید. بازم میگم اینا طویله است نه تلویزیون، حیف طویله، چون لغت دیگه نمیتونم اینجا به کار ببرم، هست که بگم اینجا نمیشه به کار ببرم، همش جاسوس خونه است. یک هفته برید تمام این طویله ها رو ببینید. من از اتون میپرسم آیا بجز این که دونه دونه بریم جلو، یک اتهام زدن به کل پهلوی، به سیستم سلسله پهلوی از رضا شاه تا خدایگان آریامهر بزرگ،
حالا این اتهام زدن شاخهات مختلفی داره، ساواک، کودتای ننگین، زمین ها رو از مردم گرفتن، حکومت غیرقانونی، پولا رو خوردن، آی بردن، آی همین چیزهایی که در طول این سالها گفتن که باعث شد کشیدنتون تو خیابونا اون جمع احمق و این بلا رو به سر خودتون و خودمون آوردیم. خب بعد این قسمت اول، یعنی همشون تو این جمع با هم مشترکن، کارشناس میارن، کارشناس میبرن، متخصص میارن، متخصص میبرن، تحلیلگر میارن، همشون خائن، همشون بی سواد، همشون مزدور، از عباس چاخان بگیر تا محسن یادگارا، از جمشید چاره‌ای بگیر تا اون یکی بی پدر و مادر، همشون بی پدر و مادر، همشون خائن، همشون ها بدون استثنا، همشون مزدور، همشون خائن، به اسم تحلیلگر، به اسم تاریخ نویس، به اسم تاریخ نگار، به اسم نویسنده، به اسم تحلیلگر مسائل سیاسی، کنشگر، دیگه زندانی سیاسی، حقوقدان، انواع و اقسام این چرت و پرتایی که زیر اسامیشون نیستن، دکتر، مهندس، ابا مهندس، پروفسور، گوینده قهرمان، گوینده ناقهرمان، کشتیگیر پیشین، فوتبالیست پیشین، قهرمان ملی پوش، قهرمان خوشبختی، هنرمند، هنرگند، انواع و نویسنده، پژوهشگر. این اول قضیه است که فقط پهلوی رو بزنید، از رضا شاه شروع کنید، یعنی اصلا انگار کره زمین وقتی گفته بوم اون انفجاره به وجود اومده و این سنگمنگا با هم چسبیده و فلان و اینا، و بعد شدیم انسان‌های نخستین و اول چه بود و چه بود و چه بود، این تا اومده چسبیده شده به کشوری، مثلا گفتن اینجا آریایان هستن، اینجا مصریان هستن، هیچ سلسله‌ای در دنیا نبوده، فقط یه سلسله در دنیا بوده، پهلوی بوده، این پهلوی هم بجز دزدی و خیانت و چپاول و غارت و زندان و شکنجه و 28 مرداد و پول به فاندوم داده و خودش خورده و خودش کباب خورده و تمام اینا، یعنی پهلوی هیچ کاری نکرده جز اینکه این ملت به خاک سیاه. اصلا ما امروز فقر داریم 1500%، 100,000%، معلومی چند درصد تورم داریم، 800 هزار جوانو چه بودن تو زندان ها، 40-50 میلیون از 80 میلیون جمعیت 40-50 میلیونش معتادن، 70 میلیون زیر فقرن، یارو الان دیگه پول نداره بره یه دونه پیاز بخره بیاره خونه، همه اینا مقصر پهلویه. الان دیگه برف نمیاد، بارون نمیاد، سد خوش شده، چاها خوش شده، همه چی از بین رفته، پهلوی مقصر. یعنی اینا اگه ول کنیم میگن پهلوی همین الان حماس داره حمایت میکنه، اصلا پهلوی حزب الله رو به وجود آورد، پهلوی داعش به وجود آورد، همه این داستان، اصلا پهلوی باعث 11 سپتامبر شد، پهلوی باعث شد دیوار شوروی محکم بمونه و از موقعی که پهلوی نیست دیوار شوروی ریخته. این اول قضیه. حالا بحث دوم، دومین چیزی که از این طویله ها میشنوید چیه؟ زدن شخص خود سیروس پهلوی سومه. کاری نمیکنه، خودش میگه نمیخوام شاه بشم، اصلا از شاهی بدش میاد، جمهوری طلب، آی جمهوری، آی آی لاو یو جمهوری، علکی حرف میزنه، فقط حرف میزنه، بعد راه نمیره، بعض موقع بی خوده که راه میره، اینم از این. یعنی فقط نشستن دارن یه سیستم پهلوی ایران ساز، ایران درست کنه، ملت از بدبختی بیرون بکشه. اصلا پهلوی مثل یه قسم خورده، متولد که میشن هر کدوم از این پهلوی ها، بیان ملت رو از فقر و فلاکت و شپش و تراخوم و بیچارگی و نکبت و دروغ و فحشا و اعدام و اعتیاد و بدبختی و بیچارگی، ملت از این منجلاب بکشن بیرون، بعد یه رنگ بردارن شروع کنن رنگ آمیزی کنن، مملکت بسازن، جاده بسازن، خیابون بسازن، سد بسازن، تلویزیون بسازن، بعد اینجوری درب و داغون شدن دیگه موهاشون سفید شد، خیلی به ما بدجوری خیانت کردی، پس اینا رو نمی‌بینی، اینا کاری نکردی، اینا خودش به وجود اومده، آره باید بری باید تا کفن نشی وطن بجوری وطن نشی. خب اگر ایران آریایی نباشه، من میخوام از شما بپرسم آیا این چیزی که من الان برای شما گفتم چیز دیگری از این طویله ها میشنوید یا نمیشنوید؟ بس 3-4 نفر هم مثل اون قورباغه خوشگه هستش که میاد میشه لگن فروش دوست،
که مرده شورون قیافت ببرن واقعا. این اگه تو محل ما بود ما زنگ می‌زدیم کلانتری به جرم قیافه اینو باید 6 ماه زندان می‌کردن. خدا وکیلی به جرم قیافه مرکب 6 ماه زندان می‌کردن. بعد میگه من چیزم وکیلم، بعد جوری وکیلم. اون قورباغه خشکه، یعنی قورباغه چرتو، چرتوی خشکیده. خب از اونا میارن میگن نگاه کن ما با همه بعد جوری ماچ بازی میکنیم، نگاه کن ما مشروطه خواه هم آوردیم. کدام مشروطه خواه؟ کو؟ کجا؟ کی؟ کی؟ کدام مشروطه خواه؟ این مشروطه خواه؟ کی به این گفته مشروطه خواه؟ این خودش میگه من فامیل مصدقم، من به آقای مصدق دکتر مصدق احترام میذارم. خب خیلی دیگه میخوام بهتون حال بدم، مثلا این طویله اینتر آشغال، حیف طویله، جاسوسخانه بنگاه لجن پراکن بی بی سی و اون طویله صدای آمریکا مثلا برن رهبر فوق‌العاده باصفات و خوشپوش و خوش دکوپوز و بسیار بسیار خوش سخن سخنور جناب آقای دبیرکل حزب مسرو رو بیارن. دو دقیقه حرف میزنه 250 دفعه میگه به اصطلاح به اصطلاح به اصطلاح به اصطلاح به اصطلاح، انقدر میگه به اصطلاح شیکم روی میگیری. خب مردشون ده بزن حرفته بزن. یه مشتم چاقوکش لات جمع کرده دور خودش تو هلند و این ورانور میگه نگاه کن ما همه جا بجری نفوذ کردیم. الان هم شایعه پخش کردن هر کس در بروکسل میخواد پناهندگیش قبول بشه به حزب مسروق مراجعه کنه، بلافاصله بهتون ما چیز میدیم، ویزای قبولی میدیم که قبول بشه پناهندگیتون. قبل تو دیگه ببین کارشون به چه دیوزگی افتاده، ببین به چه تقلبی افتادن. اگر شما در طویله های دیگر به جز این چیزی که من بهتون گفتم چیز دیگری شنیدید، شما رو به شرفتون اون یه هفته یادتون نره، یک دونشو برای من ضبط کنید، بی شرف عالم هم من اینجا نشون ندم. تا 2 ساعت من میام میگم درود بر شما، اینو برای من فرستادن، به به دمت گرم ای والله، مثلا طویله فلانی خانم آقایون، من فقط میگم درود و بدرود از آقای سیاوش خواهش کردم این 2 ساعت این یکی از برنامه‌ها یکی از این طویله ها ببخشید دیگه میگم گفت اونجا میگم میبخشم میگم طویله تلویزیون فلانی میشه نگاه کنی 2 ساعت نه 2 دقیقه ها. یکی اومد اونجا گفت هرچیم نه پهلوی هرچیم کار خوبی هرچیم کرد، نه اینجوری نه با سلام و صلوات بیاد بگه من این کارا رو کردم. نیست تو منم میدونم که نیست، دروغ میگم. اینجاست که پهلوی رو نگه داشته، این خونه است که پادشاهی رو نگه داشته. حالا دیدید چرا همشون دشمن ما؟ تو این 3-4 ساعته به شرافت بشری سوگن همشون با دومشون گردوشی هستن. آخه با اینکه پولم جمع کردن یه مقداری تعطیل شد، خدایا شکر تو چشمتون گورشه. اینجا به شرطی تعطیل می شود که جمهوری اشغالگر اسلامی برود. این از این بچه حالا نقاشیاتون رو پخش میکنم. اما یه جمله دیگه، یعنی یه چند دقیقه دیگه، بچه های خارج از کشور، ایرانیان مقیم خارج از کشور، قشنگ هوش حواستون بدید به من. من یه آدم واقع گرایی هستم، من با مویز و کشمش و غوره و سیب و پرتقال سردی کردنیم نمیشه. این اخلاقم از ایران داشتم، منتها درجهش کم بوده، هرچی سنا رفته بالاتر این اخلاقم در من روش پیدا کرده، مثل عشق به ایران. من تو ایران عاشق ایران بودم، دروغم نمیگم. تیم ملی فوتبال ایران وقتی از یه تیمی شکست میخورد شما نمیدونید من چه حالی میشدم. اصلا خدا رحمت کن پدر مادرمون، گفتم وا این دوباره اومد مثل که تیم شکست خورده، انگار لشکر امیر تومان شکست خورده، بخت و نحس میشه، اصلا خیلی حالم بد میشد. و همه ایرانی ها عرق ملی رو دارن، منتها بعضی حالا روش نکرده کرده نذاشتن روش کنه، نه من اجازه دادم که این در من رشد کنه. و بسیارم متعصبم رو جریان ایران، من معتقدم ایران بهترین، زیباترین، قشنگترین، کاملترین، بهترین 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 کشور دنیا ایرانه. دروغم نمیگم، من نظر جغرافیایی ثابت میکنم، تاریخو کار نه، من از جغرافی ثابت میکنم، تاریخم به جای خدا، من از نظر جغرافیایی ثابت میکنم ایران خوش آب و هواترین، بهترین طبیعت، بهترین جاهای دیدنی، ایران بهترین خوش آب و هواترین کشور دنیا رو دستش نیست. و معتقدم مردم ایرانم باحالترین، بامعرفتترین، خوشترین، شوخترین،
عشقی ترین ملت دنیاست. اشتباه هم داریم. برای همین من ایران، کشور ایران و ملت ایران رو بهترین کشور و بهترین ملت دنیا میدونم. شاکی هم میشم، وای میسم تو با یقه ملتم هم میگیرم، حقم هم هست. خب بنابراین من آدم نیستم با یه مویز و کشمی سردی گرمی بشم، اما چند دقیقه با شما حرف بزنم. دست گل همه تون درد نکنه که کمک کردی. من در طلبگارم، نه شما به ما بده کاری. خیلی خیلی به اندازه خودم میگم، من اینجا دارم فقط طرف خودم حرف میزنم، مطمئنم همه همکاران عزیز هم نظر منن، هم عقیده منن. از تک به تکتون سپاسگزاری، دست گلتون هم درد نکنه. خیلی ممنون از اینکه به ندای جناب وطنخواه، نه که به ندای ایشون، به ندای حق، حق و حقیقت گوش دادی. خیلی ازتون ممنون. اما من برای آخرین بار میخوام این مشکل اقتصادی این تلویزیون رو در حد خودم حل کنم. اگر تونستم دمم گرم، خیلی دمم گرم. یک بار سنگینی از رو دوش مدیر تلویزیون برداشتیم، یه بار سنگینی از دوش خودم و همکارانم برداشتم. آخه این نمیشه. ما هر از چنگای اول ما هر روز باید بدنمو بلرزه، الان قطع میشه. نداریم. واقعا هم نداریم خدا وکیلی. ما بس 3-4 ماه همیشه رزرو داشته باشیم. آقا یه ما یه جورایی شد نتونستیم بدیم، بریم از اون صندوق رزرو برداریم بیاریم، خودمون از اون وام بگیریم. آدم همیشه باید پسنداز اون گوشه داشته باشه. اوکی؟ هم میهنان عزیز، اگر شما تصور کنید که من یکی الان خوشحال باشم، مثلا آقا اومده الان 1000 تا داده، اون خانم 500 تا داده، اون یکی آقا پسر 800 تا داده، اون دختر خانم 600 تا داده، یه پولی جمع شده، خب خدا شو دستون درد نکنه ادامه بدید. نه، من از الان یه شرطی باهاتون ببندم. شماها خودتون به من میگید اگه دروغ میگم بیاید رو خط، من صداتون رو پخش میکنم، به ناموسم، به شرفم میکنم. خودتون دارید به من میگید رضا احمدی دمت گرم، آی لاف یو، سرباز، بابک، تیمسار، جنرال، خدا، پیغمبر، میهن پرست، فلان فلان، این همه به من حال میدید. منم خوشم میاد، خیلی هم حال میکنم. بیشترم بگید، من بیشتر حال میکنم. عقدهشو ندارم ولی لذت میبرم. چرا 44 سال اینقدر بهمون فوش و خوار مادر دادن، اینقدر تو سر اون زدن، حالا 4 نفرم که از اون تعریف کنم، میگم نه تو رو خدا نکن، نه تو رو خدا بکن، چرا بدم بیاد؟ شما باعث میشین که منم شارژ بشم، منم سر حال بشم. هیچ کس هم از تعریف و تمجید بش، هر کس گفت من از تعریف و تمجید بدم میاد، یا بی شعور یا خوشو داره لوس میکنه. من نه بی شعورم نه خودم لوس میکنم. خیلی هم دمتون گرم. من آدمی ام راست و حسینی حرفامو میزنم. راست و حسینی بازاره میگم، نه اون یارو مردی که کربلا هم چیز میشه بریدم. خب من حقیقت به شما میگم، من با شماها صادقانه میام جلو، چون با شما صادقم دوستانم با من صادق باشین. به عنوان یک اسم من هر چی میخواین اینجا بذار، برنامه گذار، جلو دوربینی، بالا دوربینی، هر چی میخواین اسم رو من بذارین. به عنوان یه آدمی که 6 سال تو این خونه نشستم، نون و نمکتون رو خوردم، باهاتون چای نوشیدم، باهاتون درد دل کردم، بغض منو دیدید، خنده منو دیدید، خشم منو دیدید، داد منو دیدید، آرومی منو دیدید، همه جوره منو دیدید. هر چی هم بوده که باید به شما بگم، خودمو به شما بشناسونم هم گفتم. هیچ دروغی هم بهتون نگفتم، چون هیچ احتیاجی هم بهتون ندارم. شما هم به من محتاج نیستید. مثلا از الان اینجا نباشم، اون نباشم، ز چی میشه؟ ایران نابود میشه؟ مثلا کیه؟ من میگم آقا ما باید یک عده ای رو داشته باشیم که این عده به این تلویزیون حقوق بدن. خوب گوش کنید، من احتیاج به 100 تا ایرانی دارم، 100 تا هممیهن تو 8 میلیون ایرانی خارج از کشور. از این 8 میلیون 4 میلیونش مزدور میمونه، 4 میلیون. از این 4 میلیون 3 میلیونش هم میره ایران و میاد، میمونه 1 میلیون. از این 1 میلیون 500,000 تاش اصلا کاری به سیاست این نداره، تو این دیسکو میسکوها پلاسن، میمونه 500,000 تا. من با شما 500,000 تا، نصفش 250,000 تا، میخوای کمترش کنم 100,000 تا، بنزه استودیوم آریامه، من بنزه استودیوم آریامه 100,000 تا ایرانی که در خارج از کشور هست، میهن پرسته، سلطنت طلبه، از منم بدش بیاد. ولی مشروط خواهد دیگه، سلطنت طلبه. منم والا به خدا هم سلطنت طلبم، هم مشروط خواهم، هم پادشاهی هم، هم پهلوی هم. 100 تا از شماها به اندازه وسعتون عضو میهن چیز برنامه رضا احمدی میهن پرستان بشین. همکاران دیگر منم بیان و این کارو بکنن، بگن آقا
من دکتر مهران ملکی، من دکتر مرجانی روحانی، من بانو حاله، من بانو پرستو اصلانی، من آقای سام فیروزی، آقا من اینجا نشستیم، آقا منو دوست دارین، برای من دوست دارین، نه یا هی به آقای سیاوش بگو آقا سیاوش 100 یورو 50 دلار 80 دلار 1000 دلار نمیخواد، عضو بشید. ما سر برج بدونیم که میریم از حساب شما سرکار بانو مهناز با اجازه شما میره از تو حساباتون، اونجوری که اون حساب کتابایی که بلده، من نمیدونم چجوری این کار میکنم، برها میگه آقا این خانوم 50 دلاریه، این خانوم 100 دلاریه، این آقا مثلا گفته 200 دلار، این گفته 80 دلار، این گفته ولی 50 به بالا خدا وکیلی. میگه آقا اینها سر برج پول دارم، من به اندازه خودم بتونم ماهی 4-5000 دلار تقدیم مدیر تلویزیون کنم، میگم آقای تلویزیون، آقای مدیر تلویزیون، شما مثال دارم میزنم، شما ما 20000 دلار خرجت، آقا این 5000 تا سهم من، از طرف من خیال راحت باش، 15000 تا می همه ماشاءالله آدم اینجوری نشسته دیگه، یه بخشش با من. هی ما دیگه هم هیچ احتیاجی نداره من بیام بگم حسن 60 دلار، محمد 40 دلار، دستتون درد نکنه، ما طلبکار نیستیم، این یه ایده ای از تو، این ایده مثل خروف داد به جون من، حالا میخواین این کارو بکنین دمت، یعنی من میخوام ببینم تو این جماعت ایرانی 100 تا لوتی پیدا میشه ما رو دوست داشته باشه یا نه. نمیخوام سر غیرت بنزمتون، جدیدم سوال میکنم، میخوام ببینم خودم، ببینم من چه کارو اصلا تو این تلویزیون، تو این اصلا تو این کره زمین، این همه گلوم پاره کردم، پیر شدم من، والا 6 سال اینجا نشستم پیر شدم، اگه اینجا نمیومدم انا همون قیافه 6 سال پیشم برید نگاه کنین به خود خیلی ترگل بر گل بودم. خب آقا جون 100 تا اگه بیشتر بشه دمتون گرم، ولی 99 تا نشین، مردم مردونه بیان عضو بشین، تموم شد، عضو بشین. من از امروز دنبال عضوم، دنبال یارگیریم که بیان عضو خانواده سنگر آریایی بخش رضا احمدی میان پرستان بشین، چه بخش بخش داره، این یه بخش از ما قبل تو فرمودن بله، حالا ببینیم چه گلی به سر ما میزنی. ما میخوایم خودمونو به بذاریم اینجا به نمایش، به حراج، به میخوام آقا من خودم میخوام اینجا محک بزنم. بس سلام، تا حالا یه چند تنی بودین اومدین، حالا در 12 تا 15 تا لطفم کردین. یه مطلب دیگه، اگر ما احیانا، خودم رو عرض میکنم چون یه بانوی برای من پیام فرستاده بودن از آمریکا، با همسرشون در آمریکا هستن، در نیویورک اگه اشتباه نکنم یا واشنگتن نمیدونم، صوت برام گذاشته بودی، نه حقم داشتید، من نمیگم حق نداریم، اگر ما میگیم آقا بدید کمک کنیم و غیرتون کجا رفته، ما قصد توهین نداریم بانوی گرامی و خانم آقایون، نه آقای وطن خان، نه من، نه کدوم از عزیزان، ما طلبکار از شما نیستیم، میدونیم من وضع آمریکا الان تورم، بدبختی، بیچارگی چه خبره، اروپا هم از اونجا وطن نگو، ما جمع از وضع مخوبه، نه ما هم از شما بدتر. من یه موقع، اون موقعی که مارک بود، من با 100 مارک انقدر خرید میکردم، 4 دفعه از صندوق عقب میرفتم پاکت ورم داشتم میوردم تا طبقه بالا، خدا میدونه بنزینم میزدم به ماشینم، واسه 4-5 تا آبجو میگرفتم. 100 مارک یعنی 50 یورو اینطوری فرض، من الان با 50 یورو هیچ غلطی نمیتونم بکنم، این چیزایی برم بخرم برای مثلا یه صبحونه نهاری، یه آخر هفته، یعنی یه شنبه یه شنبه یه صبحونه در تمیز بخوریم یا نهاری بخوریم، همین، چون ما هم دو وعده ایم دیگه، یه صبحونه مختصری بزنیم یه نهار مختصری، همین، بنزینی هم در کار نیست، سیگار و مشروبی هم در کار نیست، میوه چند وقتی یه دونه سیب بعد همین کارمون دونه شده که یه سیبی دو تا پرتقال یه دونه از این یارو توریا هست توش نارنگی بی مزه گذاشتم مثلا ما دیگه خوشو نارنگی میخوره، همین در همینا هم. من میدونم وضع چطوره، اما یه چیزی رو میدونم، چاره ای نداریم، اگر ایرانی هستیم این سنگره نگرده، مگر منم میدونم شما وضعتون خوب نیست، منم میدونم شما اگه وضعتون خوب بود 50 تا 500 میدادید، ما هم میدونیم که وضع امریکا و اروپا چجوری به هم ریخته که ما هم اینجا به روغن سوزی افتادیم، چون شما وقتی به روغن سوزی میافتی موتور که ما باشیم موتور هم به روغن سوزی میافته دیگه، شما باید پول بدین که ما بتونیم بریم این ماشین رو راه بندازیم، وقتی شما پول ندید ماشین درجا میزدی وای میسه، تموم شد. به سادگی و خودمونی من حرف دلمو زدم، حالا دیگه جمالتون و عشق هر چی خودتون دوست دارین دمتون گرم. بازم از طرف خودم همه عزیزان در ایران آریایی از تک به تکتون سپاسگزارم، از طرف بچهای ایران خیلی هم برای من به خدا خیلی بهتون میگم، خیلی پیام گذاشتن، آخه تو رو خدا به ایرانی میگیم بابا 20 دلار 30 دلار چیه، ما از ایران
یه چیزایی به من گفتن از اون جا اینجوری بکنی، کیفش اونجوری کنی، سرش اونجوری کنی، ما میتونیم کمک کنیم. نه نمیخوام شما کمک کنم، هستن ایرانیان غیرتمند هستن. به هر حال دست گل همتون درد نکنه. خیلی خیلی هم از همتون ممنونم. پایان جمله‌مو بگم، از جناب مهندس خواهش کنم پیام این عزیز رو پخش کنه و بعدش هم یکی از نقاشی ها رو، یعنی یک و دو رو جناب مهندس. یه چیزم بذاریم بهتون بگم، اینو گوش کنید از من پیر، سرباز پیر، از من کهنه سرباز. من هرچی تجربه به دست آوردم تنها به دست آوردم، هر دونه از تجربیاتم که به دست آوردم با بدبختی و چک و لگد به دست آوردم، مفت تجربه به دست نیاوردم. ای کاش که یک هزارم فهم و شعوری که الان دارم اون موقعی که از فرودگاه می‌خواستم بیام بیرون می‌داشتم. به خدا نمی‌اومدم. الان یکی از میلیونرهای تهران ایران بودم، به خدا بودم، یکی از میلیاردرها بودم. البته بعد ولی نوکر آخوند می‌شدم، اینا می‌دونن. برای هر کدوم از شما به این خونه کمک کنی، این پولا نه تو جیب من، نه تو جیب آقای وطنخواه، نه تو جیب آقای سیاوش، تو جیب هیچ کس نمیره. این پولا خرج هاتبرد میشه، خرج این کرایه همین جایی که الان این آقای سیاوش خان نشسته. مثلا ما بهش میگیم استودیوی تلویزیون، چه استودیوی؟ استودیوی در کار نیست، اقلاسی در کار نیست، یه آپارتمان خدا وکیلی. پول همین این خراب میشه، اون خراب میشه، هاتبرد باید بدیم، برقال همین خرج مرجایی که هست، این سایت پول میخواد، اون نمیدونم اون یکیت که برای کانادا و آمریکا پخش میشه اون پول میخواد، اینا همش داره خرج این تلویزیون میشه. شما هر خرجی برای این سنگر بکنی به شرفم سوگن خیرشو میبینید، چون دعای خیر ملت پشت سر شماست. این ملت امیدش به، نمیگم همه ایرانیان اوف ایران اوریایی را 80 میلیون نفر دارن برای اینجا گریه میکنن، نه اینطور مثل این تلویزیون من و تو هست میان مثلا آقا تو رو خدا که ببندی ما بدبخت میشیم. چی بدبخت میشه؟ چی بدبخت میشه؟ امیدوارم که تعدیل نشه. ولی تلویزیون من و تو برای شما جنبه سیاسی هم داره، من نمیگم نداره، دستشون هم درد نکنه، مستند ساختن، آدم بعد بگه بعد خوب، بعد بگه خوب، ولی بیشتر هم برای شما سرگرمی درست کردن. شما دلتون از این میتره که سرگرمی های ما از بمیره، حق هم دارید با وضعیتی که در ایران هست، طبیعیه دلتون به این تلویزیون خوش کردی. امیدوارم از صمیم قلبم میگم به روح پدر مادرم، من آدم چاپلوسی نیستم، امیدوارم تعطیل نشه. من انتقادم دارم از تلویزیونشون، ولی امیدوارم تعطیل نشه، چون شما دلتون خوش کردی به اون تلویزیون. بالاخره فیلم میده، نمیدونم خبر میفرسته، به هر حال یه چیزی که تلویزیون رنگارنگ قشنگیه نسبت به اون یکی ها، یه تلویزیون رنگارنگ قشنگیه، داره روح و روان شماها رو شاد میکنه، ترانه میذاره. خب ما نمیتونیم این کار رو تو ایران آریایی بکنیم، ما تولید برنامه نمیتونیم بکنیم. ترانه میذاره، از این در میگه، از اون در میگه، اون از بالا پشت اون میپره پایین، اون میره زیر آب، اون میره نمیدونم بیا با هم غذا بخوریم، اینا متنوع. اوکی، بنابراین به اندازه‌ای که این سنگر بیننده داره، حالا شما هر عددی دلت میخواد خودت بگو، بگو این ایران آریایی 1000 تا بیننده داره، 100 هزار تا داره، 1 میلیون داره، هر چی خودتون دوست دارید، هر چهار گوشه این مملکت که دلشون رو خوش کردن به همین چهار تا چرت و پرتی که من اینجا میگم، خودمو میگم، همکاران دیگه هم ندارم، راجب خودم میگم، دلشون رو خوش کردن هفته 200 قیافه مردوشو برده ما رو من یه چهار تا چیز ما به اینا بگیم، بخندونیم، گریه بندازیم، یه حرفی با اینا بزنیم، حرف دل خودشون رو بیام اینجا بزنیم. به خدا قسم دعای خیر اونا پشت سر همتونه، نون و برکت میاد تو سفرتون، مطمئن باشه. شما با این دست به این سنگر هرچی کمک بکنید با از اون دست 100 دفعه باز پس میگیرید. بکنید این کارو، گوش کنید به حرف من کهنه سرباز. تو نیکی بکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. این واقعیت داره، داره، من دیدم، نه یه بار، دو بار، ده بار، صد بار. یه روز یه نفر من به یک دوستان عرض کنم از من یه مقداری پول خواست، براش فرستادم سوئد. بعد این بعد چند وقت، مثلا خودمم یادم نمیاد، میگه بهترین دوستان این پولو برای من برگردون، پولو پست آوردم خونه به من داد. چیزی هم نبود، 300 مارک بود، 300 مارک. این 300 مارک اون کسی که تو اداره پست بوده طوری این سر رو نوشته بود که این پایینش و اون بالاش تقریبا با هم چسبیده شده بود 800 مارک. صبح اول صبح یارو اومد زنگ زد، پستچیه شنبه هم بود، بعد من تازه دوش گرفته بودم گفتم این کیه زنگ، این یارو چیزا رو برشم گوشه رو، گفتش که بیا پایین و پست و فلان. من خیلی مثلا بسته از ایران رفتم پایین، دیدم که این داره همینطوری پول میشوره میده، گفت این 800 مارک اینجا رو امضا کنی، منم امضا کردم دادم. من گفتم دمش گرم، من چون این کی داده ولی پرسیدم اینا، گفت سوئد و فلان. من اصلا دیگه چیز نکردم، بحث نکردم، اومدم بالا گفتم 800 مارک سوئد چه و چه و چه، موندم کارامو کردم، صبحونه خوردم، اونا همین که اومدم از در برم بیرون یاد رفیقم افتادم،
مجرم اومده تو خونه، موقع از این تلفن چیز نبود، هم تلفن معمولی خونه بود. زنگ زدم به رفیقم گفتم ببینم تو پول فرسه برای من؟ گفت آره شرمنده دادم دیشب. گفتم نه اینا رو ول کن. چقدر فرسادی؟ گفت 300 تا دیگه. گفتم 300 مارک؟ گفت آره 300 مارک. گفتم مطمئنی؟ گفت آره چطور من کم دادم؟ گفتم نه یارو اومده 800 تا داده. اون رفیق خیلی قدیمی من بود. گفت حالا فردی نشه بری باز پس بدی. گفتم نه اول جون مادر ارواح پدر چقدر دادی؟ گفت به جون مادرم 300 تا. واقعا میگه مطمئن باش. گفتم که بازم دارم سوال میکنم مطمئنی؟ گفت آره بابا به خدا 300 تا دادم و فلان اینا. گفتم خیلی خوب. گفت بار نری رضا فلان اینا دیگه. اون داشت حرف میزد تلفن گوشتم. خدا میدونه بلند شدم رفتم پست، در که خیلی کار داشتم. رفتم اداره پست. گفتم که اتفاقا وقتی من رسیدم تو اداره پست این در اینوریشو داشتن میبستن، نمیدونم چی بود جریان. من با بدبختی خودم چپوندم توی اداره. یه خانومم داشت تمیز میکرد. خودم چپوندم توی اداره. گفت نباید بریم. گفتم صبر کن با کار دارم. اون آقا هم داشت صندوق بندوقو میبست. گفتم آقا یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر کن. گفت چیه؟ گفتم یه آقای همکار شما اومد دم خونه من امروز به من پول داد، 300 مارک باید میداد، 800 تا داده. آقا یهو از غرب سوراخی 4-5 تا کله آلمانی اومد بالا. اون پیر خیلی هم پیر بود، منم میشناخت. برای من بسته از ایران میاد همشون میاد، مثلا پست محل ما بود. اومد و گفت همین شما بودید، شما منو میشناسید؟ بود. گفت بله بله میدونم تو ایرانی هستی. گفتم شما اشتباه کردی، 300 تا نبود، 800 تا نبوده، 300 تا بوده. گفت بله من میدونم، اومدم اینجا پولا رو شمردم، اینا الان پول ندارم، از حقوقم گفتن کم. گفتم نه آقا جون چی کم کنم؟ بفهم اینم 500 تا پولت، اینم 300 تا ایمو. حالا خوب توجه کن، حالا بیچاره مرد را برای ما یه نزی جبه آبجو از بچه های آلمان میدونن ایرفوردا 12 تای شیشه ای توی قبل توی کارتونا بود، اینا کارتونا کوچیک. حالا من دیگه گفتم من احتیاط کن، نه تو رو خود من دیگه درش نشکن. یه بعد جواب جام اسم ها بود. برحال خدا شاهد و گواهه یه مسئله برای من پیش اومد که حقم با من بود، ولی بناحق پلیس منو جریمه کرد. حق با من بود ولی با پلیس هم نمیتونستی کل کنی، یعنی یه جوری جریمه کرد که کرد دیگه، رفت. خدا شاهد و گواهه بعد از 3 ماه نامه اومد، من رفتم اداره پلیس. نه تنها از من معذرت خواهی کردن، بلکه دادگاه پلیس رو محکوم کرده بود به خاطر اینکه به شخصیت من توهین شده. 3000 مارک به من دادن، تازه زیرش نوشته بودن در صورتی که شخصیت من فلج شده، یعنی زخمی شده، به من توهین شده، من حق شکایت از پلیس دارم. من چیزی تا حدود 15-16-17 هزار مارک، تا سقف 20 هزار مارک میتونستم. پیش وکیل رفتم، گفت آره میتونی بگیری. گفتم نه. من گفت چرا من دیوانه همه آلمانی میکنم؟ گفتم نه، این پول من، پول من خوردنه، اینم که خودشون دارم میدن، خودشون دارم میدن، خدا میدونه. خیلی هم پول به دردم خورد. گفتم تو ماشین هم رفته، یه دونه ماشین دیگه خریدم. بریم با هم چیزو گوش کنیم، کمک بکنید، از این دست بدی از اون دست میگیری. خدا یار عاشقان است. شک و تردیدی نکنید که اون کسی که اون بالا نشسته، اون حواسش به همین چه، اون مو رو توی یه خلوار ماس نه، از یه اقیانوس ماس وسط میکشه بیرون. کمک بکنید، جای دوری نمیره. آقای مهندس بریم توی یک و دو. چقدر نطق کردم جون شما. درود عمو رضا. عمو رضا ما تازه تلویزیون رو روشن کردیم. جناب آقای وطنخواه یه پیام گذاشتن که کانال تلویزیون ایران آریایی میخواد تعطیل بشه. عمو رضا ما خانوادگی خیلی ناراحت شدیم. تو خدا آقای وطنخواه پیام ما رو برسون که هر طوری شده تلویزیون رو تعطیل نکنه و ما اینجا نمیتونیم به تلویزیون کمک کنیم و از همینجا از ایرانیان با شرف و میهن‌پرستی که خارج از کشور زندگی میکنن تقاضا کمک داریم تا روز آزادی ایران، پاینده ایران جاوید شد.
سپاس از شما جناب مهندس یاش گرامی. یه سری از بچهای میان پرست لطف کردن زنگ زدن، اسامی رو میگم. بچه‌ها الان سری دوم نقاشی رو آقای مهندس خواهش می‌کنم سری دوم پخش کنه، خیلی هم نقاشیاتون قشنگ. باریکلا دختر عزیز، دختر عزیز ایرانم دیدی از ایران پیام اومد که گفتن که چیز نشه. نه خیالتون راحت باشه، ایران آریایی تا سقوط فرقه تبهکاران تا لحظه‌ای که علی شیرئی به درک اسفر و سافرین برود و علازت برگردد سر جامون میمونیم تا چشم کوش لگم بروش دوست، مخصوصا تو پدر سوخته بروشون چشگی زده ببرن. آقا محسن گل از انگلیس 65 دلار. این آقا محسن گل از انگلیس همیشه لطف میکنه، کمک میکنه. آقا محسن ماهیانش کن، دستت درد نکنه، خیلی ازت ممنون. آقا مسعود، اول بزنم این اسامی رو به این شکل بگم، لیلای عزیزم 30 دلار، دست درد نکنه. اگر برات امکان داره لیلای عزیز این 30 دلار رو بکنش ماهیانه، خیلی ازت ممنونم، دست گل درد نکنه دیگه. آقا فرهاد از انگلیس 35 دلار. فرهاد جان اگه تو هم میتونی، شما هم لطف میکنی، تو هم اگه میتونی ماهیانش کن، عضو تیم بشو، دست گل درد نکنه. آقا فرهاد گل دیگه. آقا جمشید بچه محل ما از آلمان 110 دلار، دست درد نکنه جمشید جان، شما ماهیانه حال بده، دست درد نکنه، دست درد نکنه جمشید جان، تو یک ماه 210 دلار دادی، خیلی ازت ممنونم. پس میتونی عضو بشی، عضو تیم ملی بشی، دست درد نکنه جمشید جان. ایران دوست عزیز ما هم که همیشه لطف میکنه، خیلی هم ازش سپاسگزاریم، از شیکاگو 30 دلار. ایران دوستم بیاد عضو بشه، دست درد نکنه ایران دوست. بچه‌ها هم همه گفتن هزاران هزار جاوید شاه. اما آقا مسعود از مونترال کانادا ماهیانه شد، عضو شد 50 دلار، دست درد نکنه مسعود جان، دست و گل درد نکنه از مونترال کانادا، خیلی ممنون. یاد المپیک 76 مونترال افتادیم، یادش بخیر چه دورانی بود، دمون استادیوم برو هنوز بوی اون بچهای تیم ملی میاد. بعد آقا سعید گل از آلمان بچه محل ما هم عضو شد، شد 30 دلار، دست درد نکنه ماهیانه سعید از آلمان 30 دلار، ممنونتم سعید جون، خیلی از سپاسگزارم. جیلای میم، بانو جیلای میم عزیز ما هم از انگلیس شد ماهیانه 38 دلار، عضو شد، دست درد نکنه جیلا جان، خیلی ازت ممنونم. این فعلا 1 و 2 و 3 و این فعلا 3 تا ماهیانه، دستتون درد نکنه بچه‌ها. هر برنامه هم بیام 4 تا 5 تا رقم 100 درآوردیم، دمتونم گرم. آقا سیاوش بریم تو چیز بعدی، نقاشی بعدی شماره 3، دست درد نکنه بچه ها، زنگ بزنید، زنگ بزنید ماهیانه 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 بچه ها.
سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. اولا باریک الله به بچه ها، آفرین 1300، آفرین دمتون گرم، آفرین 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 1300 آفرین. همه بعضی از بچه ها نقاشی هایی که میکشید سنتون رو نمی نویسین یا شهرتون رو، بعد من میگم که عزیز جان سنتون بنویس، شهرتون بنویسید، بعد بعد میدارید برای من جداگانه مینویسید. مثلا الان اینجا دیدید نوشته بود میترا کاشان، بعد من پیام گذاشتم نوشته بود عمو رضا من 6 سالمه. خب میگم رو نقاشی بفرست، بعد دیگه اصلا جواب عمو رو نمیدم. به خاطر این شما اگه میبینید اونجا مثلا نوشته مثلا میترا کاشان، اون 6 سال من نوشتم، بعدا اومدن گفتن این خیلی نگه، من خودم نمیشم، من تقلب نمی کنم کار بچه ها رو. یا مثلا شهر رو نمی نیستم، مثلا فقط برم داری یه اسم می نیستم، میگم شهر، بعد بیاد می نیستم مثلا من از بوشهرم یا نمیدم از شیرازم از فلانی. اینا خواستم توضیح بده. زب آقای کوروش عزیز از سیوستون تگزاس، ایشون هم همیشه لطف میکنه $200 که امیدواریم آقا کوروش هم لطف کنه بشه ماهیانه، البته همیشه هم همرز ما هستن. $200 آقا کوروش فرمودن که آقا به رضا احمدی بگید نگه ناصر خان، چون این جوان ها نمیدونن ما منظور ناصر خان، ناصر خان حجازیه. چرا؟ میدونن ولی چشم. حالا از این به بعد خدا کنه یادم نره. بچه اگه من گفتم ناصر خان یعنی زنده یاد ناصر حجازی، عقاب آسیا، نامبر وان جهان، یکی از بهترین دروازه‌بان‌های دنیا. ایشون عقاب آسیا هم نیست به خدایشون، عقاب جهان، یکی از بهترین گلرهای دنیا بود. روان شاد، من افتخار دستبوسیشو داشتم. روان شاد، روان شاد ناصر حجازی عزیز، کاپیتان تاج، مربی تاج و کاپیتان تیم ملی. روان شاد دخ کرد، کشتنش آخونده، کشتنش. عرض کنم دست درد نکنه آقا کوروش. آقا رضای گل هم همرزم عزیز ما از بوستون $20. آقا رضا دست درد نکنه، هم اسم ما هستی، شما ماهیانه حال بده، دمت گرم از بوستون. خیلی ازت ممنونم، لطف محبت کردی. سرکار بانو گیتی هم لطف کردن، سپاسگزاری از تلویزیون و از بچهای ایران آریایی، $150 هم. بعد گفتن دست درد نکنه رضا احمدی که مدام میگی طویله، به خود بانو گیتی طویله است، حیف طویله، دست گل درد نکنی. بانو گیتی هم همیشه زحمت میکشه، لطف میکنه، امیدواریم که ایشون هم عضو بشن که حتما خواهند شد. مثل همه عضو بشید بچه ها، دستتون درد نکنه، واسه خودمون یه مسئولیتی بذارید. مثل من میگم بعد دوشنبه چهارشنبه جمعه بیام اینجا، یه مسئولیتی برای خودمون بذارید. دمتون گرم آقا مهندس. اون چهار رو لطف محبت بفرمایید. اینجا زاهدانه، حالا بریم تو کار خودمون نگاه کنید. اینجا زاهدانه، سیمس استر علیش میکنن که بتای داخل غابر غیت. وضعیت جاده زاهدان در صحرای ایران. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. دیدی جوونی که الان تو زاهدانه، تازه اینجا مرکز استان ها، ببین شهرهای و روستاها چه خبره. میگه این که پس پیش نماز رین تندن، پس نماز که دیگه حالش معلومه. مرکز استان بودا، سیم برقو دیدی؟ جاده رو دیدی؟ جاده‌ای که جاده ترانزیت باید ماشین از روش بره، اولاق نباید روش بره، علی شیره‌ای که نباید روش بره. ببخشید به اولاق تو اینجا کردم جناب اولاق، خیلی معذرت می‌خوام، میبخشید هر چند گاهی من اشتباهم نام شما رو با این ارازل و باشه که می‌کنم، جدا ازتون خیلی اسکی موضوع دارم جناب حضرت اولاق، خیلی من ببخشید. خب جوونی که الان تو زاهدانه، تو سیستان و بلوچستانه، تو این جوون رو نمیتونی با چند دلار و یه کلاشنکوف و یه دونه خشاب فشنگ بخری بیار ازش تجزیه طلب بسازی؟ تعارف داریم؟ همینو برده بیارش تو کردستان. جوونی که تو زاهدان میدونی چقدر منابع عظیم، معادن عظیم طلا خوابیده توش؟ میدونید اون توی اون زمین زاهدان چه خبره؟ تو اون زمین سیستان و بلوچستان چه خبره؟ میدونید اونجا یه رگ نفت ما داریم، خیلی بد جوری هم داریم. پس خواهم میکنه الکی یا رو بور بور شور شور میاد میگه که بلوچستان بلوچستان، زهر ما رو بلوچستان، مرد شور و قیافت رو ببرن، که این بلال حشره بود، حبشه بود که بود اون یارو مردی که رفت اون بالا زرزر کرد.
منتشون قیافت رو برم قیافت شده این چوب بلا میشین بیشین لگم فروش دوز خلق بلوچستان خلق بلوچستان خفه بمیر خفه بمیر مردشون رو قیافت رو برم خفه بمیر تن لج آشغال جوونی که تو کردستانه اونجا اون همه ما معادن چیز داریم طلا داریم بعد بار باید ورده بذار رو کولش بره عراق حالا هر چی میبره که خودش هم نمیدونه چی میبره هر چی میاره که خودش هم نمیدونه چی میاره که یه دفعه تو بری بیه دیگه کمری واسط نمیمونه خورد میشه استخونی واسط نمیمونه مگه استخون کمر از چیه مگه آهنه غضروفه دیگه مگه چیه خب اون جوون نباید تجزیه طلب بشه جوونی که تو خوزستانه زیر پاش نفته بعد تو گرمای شرجی 50-55 درجه تو کل خوزستان نفس نمیتونه بکشه کار نداره متروپولو دیدید تو آبادان چجوری سرشون خراب کردن دیدید با جنگ 8 ساله چه بلایی سرشون آوردن چیزی دیگه خوزستان باقیمون بزرگترین پالایشگاهی نفت جهان تو آبادان چی ازش باقیمون تلق و تلق و تلق داره کار میکنه تمام فوتبالیست های مملکت من خوزستان بودن کوشن کجا همشون پخش شدن تو بحرین و قطر و انتر و منتر و ایمان همون خوزستان میدونی تیم ملی ایران رو تشکیل میداد که تیم ایران رو تا المپیک و تا جام جهانی آرژانتین رسون همین الان دولتی سر همون خوزستانی که ما 4 تا فوتبال داریم تو ایران بوشهر به همون شکل هرمزگان به همون شکل اصلا هرمزگانی که ول کرده اصلا ایران نیست اونجا گیلان و مازندران به همون شکل برای مردم رش رفتن چیز درست کردن سمبول درست کردن نگاه کنی افتخار بکنیم به میرزا کوچکان انگلی رشتی به انگلی بره افتخار بکنه با اون همه سابقه و اون همه سوابق مبارزاتی در انقلاب مشروطیت و ایستادگی در برابر ارتش سرخ و ایستادگی در برابر ارتش تزار و ایستادگی در برابر تجزیه طلبان رشت و بندر پهلوی و کل استان گیلان بره افتخارش به میرزا کوچکان انگلی باشه به اون بچه بازی کسافت کل استان آذربایجان افتخارش به چیز باشه به سه جعفر پیشوری بی‌ناموس خائن باشه کردستان عشقش به قاضی محمد باشه و نمیدونم طالبانی و این اراذل اوباش خب کی این کارو میکنه مرکزیت کجاست طویله علی شیری طویله اون خمینی بی‌ناموس تفرقه بینداز حکومت بکن که تق و به توقی شد ایران بشه یوگسلاوی طرح کیه طرح بی ناموسایی که نشستن تو طویله هایی که به خودشون میگن طویله شماره 10 در لندن طویله کرملین طویله سفید طویله سیاه طویله فلان پس چجوری یه کشور رو نابود میکنه یوگسلاوی رو چجوری نابود کردن هی تو گوش مسلمان خوندن تو مسلمانی نگاه کن مسیحی ها دارن میخوننه نگاه کن ارتودکس ها میخوان بخوننه نگاه کن اون ارمنی ها میخوان بخوننه مسلمونه یابو برش داشت بلند شد جفتای انداخت بعد اومدن به ارمنیا گفتن به مسیحیایی که این وره که قش می‌کردن مثلا کاتولیک خود نگاه کن اینا ارتدوکسن اینا مال روسن اینا بجوری با شما بدن نگاه کن شما میگید 24 دسامبر حضرت مسیح به دنیا اومده اینا جشنشون 6 ژانویه است خیلی بجوری با شما بدن بعد اینا سبد میگیرن دود میکنن شما دود نمیکنید بجوری نمیکنید دود این چه جنگی رو افتاد تو یوگسلاوی خب جنگ چی بود جنگ بر سر چی بود اساسا جنگ قومیت اون میگفت من بوزنیانم این میگفت من نمیدونم سربم اون یکی هم میگفت من فلانم کرواسیم چی شد چند میلیون آدم کشته و معلول و یک اختلافی الان بینشون هست خدا هم دیگه این سه تا قوم الان فوتبالاشون میخوان با هم بازی کنن اول ارتش میاد که کنترل بکنه اون وسط بکش نشه کاری کی کرد؟ این کاری کی کرد؟ هم مسکو هم لندن علکی هم مثل سگ و گربه به جون هم میفتن دروغ هم میگن دروغ میگن نه آمریکا با روسیه بده نه روسیه با آمریکا بده نه پوتین دشمن جو فروش است نه جو فروش دشمن پوتینه نه جمهوری خواهش مشکل داره با کرملین نه دموکراتش مشکل داره نه کمونیستش با اونور مشکل داره نه پاریس با برلین مشکل داره نه برلین با مسکو نه مسکو با لندن دروغ میگن 5-6 تا لات چاقوکشن تو دنیا جمع شدن سفره رو پهن کردن بخور بخوره هر از چنگایی هم که اون یکی سهم بیشتری میخواد میگه مثلا سوریه و عراق مال من اون یکی آقا بزرگ میگه نه 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 سوریه یک سومش مال تو میگه نه نصفش نصف بیشترش مال من سوریه رو میزن به جون هم دیگه بکش مملکت شد تویله نه تویله خوبه اصلا مملکت دیگه در کار نیست سوریه در کار نیست اقدسی در کار نیست
ترکیه از اون ور میره، عراق از اون ور میاد، کرده بلند میشه این ور، ترکمن بلند میشه این ور، عرب بلند میشه و کار ببینه کجا کشیده جمهوری اسلامی داره اون تو مانوف میاد. ببین دیگه اونجا چقدر خرد و خر شده. جمهوری اسلامی که نون خودش نداره بخوره رفته تو سوریه داره ادعا میکنه. چرا؟ حالا میام بهتون میگم چرا. مومنت دیدی زاهدان رو سب کنه. آقای مهندس بریم تو شماره 5 اعلیحضرت رو نگاه کنید. خدایگان اینه که طویله های دیگه با ما بدن. آقای مهندس درست فرمودن. ما اومدیم اینجا مدام از رضا شاه و شاهنشاه مدرک رو کردیم که ای ملت، ای جوونا، رضا شاه بزرگ و خدایگان آریامهر بزرگ این خدماتو کردن. دروغ میگن که اینقدر به این دو بزرگ تاریخ بشریت دارن انگ میزنن. دروغ میگن این دو خدای بیبدیل تاریخ بشریت جز خدمت به ایران ایرانی هیچی دیگر نمیخواستن. بابا جفتشون با خودشون یه مش خاک بردن، خاک دلا شدن، خاک ریختن توی از این کارهای منابتکاری برداشتن بردن. شاه مملکت هواپیمای خودشو برگردون به ایران. همون سرای موزی بود که بود بی‌ناموس و بی‌شرف که ابولی بنی سگ و مسعود بچه بازو فراری داد ایران، بی پدر و مادر حرم لغم مجاهد بود، بی ناموس و بی شرف. چند سال پیشم به درگ از ور سافرین رفت، لعنت به اون روح کسافت خواهنش. هواپیما خودشو پس داد. ما اومدیم از بس گفتیم حالا این تویله ها دیگه نمیتونن گیر بدن به شاه و رضا شاه بزرگ و خدایگان آریامهر بزرگ. حالا گریبان پسر رو نوشه گرفتن. چرا کباب بات میزنه؟ چرا یوگا بازی میکنه؟ چرا میپره تو آب؟ چرا کراوات نمیزنه؟ چرا بعض موقع میزنه؟ حالا خیال ما، خیال سنگر ایران آریایی که از رضا شاه بزرگ و خدایگان آریامهر بزرگ خیالمون جمع شد، ملت حالا اشک میریزه، صلوات میده اسم اون دو خدا میاد که صلوات هم کمه. الان باید چه کار کنیم؟ الان باید تمام تمرکزمون رو گشتیم رو رضا شاه دوم پهلوی سوم که هی بیام سند نشون بدیم مدعی. آقا ایشون شاهن، آقا میخوان شاه بشن، ایشون میدونن که شاهن، شاه میشن، همیشه هم شاه بودن. چشم دشمنشون کور بشه، دخترش هم ولیعهد ایران، دخترش هم ملکه میشه. حالا یه عده سکس چتی و در پیتی دوزاری، یه چهره جدیدم تازگی اومده، میخوام برای شما توضیح بدم مشروع قانون مشروطیت، قانون اساسی دوزاری بوده. ببین ما دیگه چقدر بدبخت شدیم. زنکی در به داغون که تا دیروز رفیق سکسیه، چی بگیم تو رو بخوا جمع کن در به داغون بی پدر و مادر، جمع کنید کاسو گوزتون رو. جناب مهندس بریم تو شماره 5 خدایگان رو نگاه کنیم. مراسم سالانه جشن جاوید در پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه برگزار می‌گردد و ذات ملوکان 11 نفر از بازماندگان شهدای سال جاری را مورد تفقد قرار داده با آنها نشانهای جاوید اعطا می‌فرمایند. تیمسار ارتشبد هدایت رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران معروض می‌دارند که ارتش شاهنشاهی، ژاندارمری و شهربانی در دوران 38 سال عمر نوین خود در زد و خوردهای داخلی که برای تأمین آسایش و نظم و امنیت صورت گرفته و در پیکار با بیگانگان به منظور حفظ خاک میهن، علاوه بر شماره بسیاری از درجه داران و سربازان فداکار، جمعاً 328 تن از افسران خود را قربانی دادند. مراسم والا حضرت شاهپورها، جمعی از رجال و تیمساران و بازماندگان شهدا حضور دارند. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. حالا تو این هیروبیر چرا اینو براتون پخش کردم؟ وقتی که میان به ساواک حمله میکنن، آی گرفتن، آی بردن، آی تخم مرغ داغ، آی شکنجه، آی شاه دیکتاتور، تپاهوی اوی، خسروگل سرخی، کرامت الله دانشیان، لبافی نژاد، اون یکی بین پدر مادر نژاد، به خاطر امنیت مملکت
پاسبون مملکت، سرباز مملکت، درجه‌دار مملکت، افسر، سرهنگ، امیر ارتش، هر انسان شریفی که بقا هر کی شغلی داره دیگه، یعنی یه دم میشن ارتشی، میرن تو لباس ارتش، تو لباس نیروهای مسلح، بچه مزلف تروریست مجاهد، بچه مزلف تروریست چریک فدایی که قیافه همشون رو نگاه کنی درب و داغون چروک چردو که به آبجی های خودشون رحم نمی کردن. دروغ بهتون نمیگم، میرفتن تو کوه چهار نفری پنج نفری بریم جلسه بذاریم تو کوه به اسم کوه نبر، خودتون کسی هم کارشون میکنه، تو کوله پشتی باشین هم یه دو سه تا اعلامیه گذاشتن و مثلا یه دنم هفتیر دارن، بریم اونجا بعد نگاه کن اینجوری باید هفتیر رو در بیاری، خشاب اینجوری بزنی، سرش اینجوری بزن، سرش اینجوری، خب دیگه بچه خوابون گرفت، عرقمون هم که زدیم، کالباس هم که مفت آقا، گوشت هم که زمان شاهنشاه مفت بود آقا، عرق آبوجا هم که مفت بود آقا، یعنی مثلا 20 تومن 25 تا تک تومانی خرج کردن، شکم کارخودشون سیر کردن، حالا میخوام بخوابن، این آبجی اینو میبرز زیر این چادر، اون آبجی اونو میبرز زیر چادر، بعد به همون گفتن خوش بگذره، خب کلاتونو بزنین بالا، خب دلش کی میاد بیرون ننه مریم، دلش کی میاد بیرون مسعود، مسعود بچه باز، خب اینا دیگه هم پس کی، پس کی هم، و چرا ما سلطنت طلبا این کارو نمیکنی، چرا ما مشروط خواه این کارو نمیکنی، کجا تو تظاهرات های مشروطه خواهد تا حالا دیدید از این کسافت کاری ها باشه؟ این هم تظاهرات شده چون ذاتتون کثیفه، بعد وقتی که کسی ذاتش کثیف باشه آبجی خودشو بره بده به یارون، کسی که ناموس خودشو دو دستی به یکی دیگه بده، خب معلومه خیلی راحت تو خیمون پاسمونو میزنه میکشه، معلومه خیلی راحت میره اصله برمیداره دنبال شاه میکنه تو کاخ که بکشتش، که دوتا از بچه های گاردو زدن کشتن، استوار بابایی و لشکری. ها؟ از دلش کی میاد بیرون؟ همون بی ناموس بی پدر و مادر چی بود؟ مرد که بچه سرباز بی ناموس بی شرف چه کاره بود؟ دوست زنش توی چیز بود، دوست بابای دوست زنش دوست سفارت انگلیس، نمیدونم روسیه انگلیس، باغبون بود. بچه ها رو دیدین؟ این فیلم دیدین مالی که یه؟ این فیلم مال 57 سال پیشه، اون بچه رو الان دیدید اونجوری واسه 6 7 سال، اون پسر بچه، اون دختر بچه 8 9 سال 10 سال، الان همشون بالای 60 سالشونه، یعنی 55 سال 60 سال اون بچه بی پدر بزرگ شد، بعد بیناموس میره بالا منبر میگفت دو طفلان مسلم سرش بریدن، بعضی موقع آتش بریدن سر ننه تو به برسر بابا دور، بیناموس کدوم دو طفلان مسلم، اصلا دو طفلی در کار نبوده، اصلا مسلمی در کار نبوده، کدوم مسلم ابن عقیل، چرا داری برد بلا میگی بی پدر و مادر آشغال، 1400 سال یه مرکل لاشخوره بی پدر و مادر توی چوفه بوده، کجا بوده یارو اومده ترورش کرده، زدن چکوبک یارو یکی کردن، من صبح تا شب هی بشینم بگم یا علی علی یارت یا مولا بخ بخ پهلوان وارد شد زنگو بزن، یا علی و دست کلنگ، یا علی و تیر غیب، یا علی و وبا، دنبال حضرت علی میگردید، تیمسار رحیمی دنبال چی دارید میگردید، دنبال شهید دارید میگردید، دنبال امام حسین دارید میگردید، تیمسار ناجی، تیمسار اویسی، دنبال چی دارید تو کوچه باز کوچه های تاریخ میگردید، حسینی در کار نیست، کربلایی در کار نیست، چرا دارید برزنها میگین، چرا نشیزن دارید چرت پرت میگین، خیلی خوب شد شما آخونده آمدید، ما نابود شدیم، اما نابودی ما باعث نابودی این دین کثافت شد، تا این کثافت کفن نشود آن مملکت مملکت نشود، صادق هدایت گفت، احمد کسروی گفت، آخوندزاده گفت، استاد فاضلی گفت، همه گفتن، فریدون فرخزاد گفت، همه گفتن، ما هم میگیم، انقدر میگیم تا یه نسل آخره بیدار بشه بفهمه چه تلخ است این زندگی، چه تلخ است این قصه مردم فرید، که همش دروغه، همش پدر سوخته بازیه، همش ریاه، همش پدر سوخته بازیه، هیچی هم توش نیست، نه جهنمی، نه بهشتی، نه هیچی توش نیست، پل هست، ارو پل میری، اگه گناهکار باشی میفتی پایین، اژدها داره، کدوم اژدها؟ مگه خدا باغوشون بالا را انداخته؟ آخه این چه خداییه که همش شمشیر و قمه کشیده هی میگه ران، اگه من به دنیا اومدم که بیام زندگی بکنم، خود طبیعی دوست دارم هرچی خانم خوشگله تو این دنیا زیارتش بکنم ببینمش، و خدا به من چش داده من برم چیکار بکنم،
برای فقط آخه خیلی حرفه، یه عمر هم باید نماز بخونم، سرمو بذارم رو مر، دلا بشم، راست بشم، ماه مبارک، ماه رمضان، ماه ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم الحرام، دست کلنگ، همش باید بدبختی بکشم که در اوجش برم بهش باکی بشم همخونه طالاقانی، خلخالی، مطهری، مفتح، خمینی، شریعت مداری. آقا من میخوام برم جهنم، من میخوام برم پیش مرنی مارو. به شما چه مربوطه؟ تو فضولی. به تو چه مربوطه؟ من اصلا مثلا من میخوام به عشق اونا باشم برم جهنم. به تو چه مربوطه؟ تو فضولی. تو رو زنانه من کجا میخوام برم؟ بعد میگن در دین زوری نیست. خب بیناموس تو خودت داری میگی، میگی به جز اسلام هر کار دینی رو قبول نکنه کافر است. خب بالاخره ما نفهمیدیم زور هست یا نه. دروغ میگن. جوونا گول نخورید. جوونا تو مسجدا نرید. فقط اگه شاشتون گرفتید اون تو. راحت بهتون بگم. جناب مهندس بریم تو شماره 6. لای شیعه کمک میکنیم به اهل سنت حماس. اینا صحبت‌های قبلیشونه. بنده به عنوان مسئول تولید این موشک‌ها رفتم تو منطقه، هم برای حزب الله هم برای فلسطینی‌ها، همین زیرزمینایی که امروز اینا دارن می‌جنگن، بنده یه مدتی و داخل این زیرزمین‌ها رفتم. تو این زیرزمینا که میرفتم کلاس آموزش براشون گذاشتم، آموزش استفاده از موشک، ویژگی‌هاش، و خیلی کلاس‌های موفقی بود. دیدن قفس پرنده های خوشخوان مثل قناری و بلبل اینا گذاشتن، خیلی خوب میخونن تو این زیرزمینا. به فرماندهشون گفتم شما خیلی اهل ذوق و هنرید، باری کلا اینجا دارید کار نظامی میکنید، قناری هم دارن براتون میخونن. گفت نه اینا برای خوندن نیست، اینجا جریان هوا که کم بشه، حالا به تعبیر مهندسا سنسور یا حسگر، بله حسگر ما اینه، یه ذره که جریان هوا کم میشه این حیوان دیگه نمیخونه و میفته میمیره. ایمان. وقتی یه حیوان افتاد مرد، ما میفهمیم که جریان هوا دوچار اشکال شده. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. یه سری از بچه ها برای من پیام فرستادید اینا که سایت گیر کرده، 133 گیر کرده. من با آقای سیاوش گفتم میگن نه عدد اینا ول کن بابا، سایتی که داره کار میکنه چیکار عدد داریم، ولش کنید. به قول زنده یاد ویگن چیکار سن مسخال داری، حالتو بکن. شما قراره ببینید، ببینید دیگه. بله این زرقامی رو دیدی؟ آها این حالا این بی پدر و مادر که مرده شور اون قیافت ببرن، این بی پدر و مادر همچین که هوا غروب میشه تاریکی تقریبا میفته تو شهر، این سر نبشی همین کوچه من، سر نبشی ببینم من نمیدونم سکتر زدم، مرده شور اون قیافت ببینم. اصلا قیافه همشون رو دید، خوشگلترین کثافتی که در طول این 44 سال در مجموعه جمهوری کثافت اسلامی من دیدم خدا وکیلی خمینی بوده. تو دیگه هر فکری داری برو بکن. اون تنلش آشغال بیناموس آدمکش بیشرف، خوشگلترین جانوری بود دور از جون جانور بین تمام این انگلا. آخه مرد شورون قیافتونو برن، شماها از تو چه سوراخی اومدین توی مملکت؟ سر قیافه محسن رضایی رو نگاه کن، قیافه بچه های اکبر دوزده رو نگاه کن، مرد شورتونو ببرن. اینا کی بودن؟ من اصلا به خدا من اینا رو نمیدیدم تو اینا در زمان چهان شهاریمان، من اینا رو نمیدیدم. واخه من نمیدیدم. یه آخوندی بود به نام حجازی میومد مسجد امیرالمومنین، چشمای آبی داشت، سبز داشت. من دیدم این آمریکایی بود، چی بود، اینقدرم خوش سخن بود، چه لطیفه هایی هم میگفت، خیلی هم از الاغمایی عاشق الاغمایی بود، آهنگای اونو میخون روسین میگم رو یارو منبر انبر چی اون یارو یا پله میرم بالا. خب من نمیدونم اینا چه سوراخ. مثلا شما قیافه علی شیرین نگاه کن، اینو 100 دفعه تو اینو بندازو ماشین لباسشویی، بشورش، بیارش، اتو بکن، عطر و عطرکلون بزن، این همین گوهی که هست بدون تعارف. مثلا قیافه طالاقانی رو دیدی؟ این مردی که 3 دقیقه حرف میزه هم زهر مار به من اون دهنه تو کثافت آشقا. اون قیافه منتظری، اینا چی بودن؟ اینا چه جونه برایی بودن؟ مثلا بهشتی خیلی خوشگله، چه خوشگله، این خرس، این گوریل بود بی پدر و مادر آشقا. من دیده بودم نزدیک بی ناموسو.
500 صورتش عین این فیلم ها بود، سه بودی. اصلا این عجیبی بود بی پدر و مادر، یک پیامبر عجیبی بود. آخه این قیافه رو دیدین شما؟ حالا این بی پدر و مادر دیدید رفت مسترا افتتاح کرد، تو تاجیکستان بود، کجا بود؟ مرکز رفت اون مسترا افتتاح کرد، مسترا بازدید کنه. حالا اینو میدین میخواد چیکار کنه؟ اینو میخواد به عنوان رئیس جمهور بعدی بچپونه. الان شده چهره جدید. این خط اینم با خطش، همین طویله های خارج از کشور باهاش به زودی مصاحبه خواهم کرد. حالا تو نگاه کن، نفر اولش لگن فروش، دو زالان تو نوبتم خوابیده، خدا شاهده، همشون مزدور، همشون خائن. برای این پخش کردم براتون. من میدونی که من جمهوری اشغالی اسلامی خیلی کم پخش میکنم، فقط پخش میکنم گول نخوری ازش براتون خاتمی نسازن. محمد گاریچی سر و ته فرقه تبهکاران در چند جمله خلاصه شده. اصولگرا، اصلاح طلب، اصحال طلب، همه شون مجموعاً فک و فامیل اکبر دزده، طویله علی شیرهی، طویله جماران، طویله به اسم مجلس، طویله به اسم سپاه، طویله به اسم بسیج، طویله به اسم ارتش، طویله به اسم نیرو انتظامی، تمام این طویله ها، طویله خبرگان، طویله تشخیص مصلحت نظام، طویله بتول، طویله این، طویله اون، تمام این طویله ها دور از جون طویله در چند جمله خلاصه شده. همه شون دزد، مزدور، نوکر، جنایتکار، آدمکش، بیناموس، بیره، حق باز، بی پدر و مادر، لاشی، لاشخور، تن لش، هر چی فش خار مادر تو دنیا نصیب اینا بکنه. هیچی دیگه توش نیست. هیچی دیگه توش نیست. تمام اینه که من بهتون گفتم به توان 1 میلیارد. به توان بی نهایت. یک مش لاشخور، دور از جون لاشخور، ریختن تو ایران. این به خوش میگه رهبر، اون میگه وزیر، اون میگه وکیل، اون میگه نماینده، اون میگه رئیس جمهور، اون میگه نخست وزیر، اون میگه فلان. همه شون هم سفره ایران رو انداختن بخور بخور، به چاپ به چاپ. این آسفالت مملکتمون، اون وضع سیمکشی تو خیابونامون، اونم تهرانمون، اونم اصفهانمون، اونم شیرازمون، اونم تبریزمون، اونم شهرهای دیگه‌مون. یعنی یه طویله ساختن به نام طویله جمهوری اسلامی. ملت هم به گروگان گرفتن، هر موقع دلشون بخواد میزنن، میکشن، تجاوز میکنن، هر غلطی هم دلشون بخواد میکنن. همه هم اشتر دارو نگاه میکنن. چرا؟ تمام نگاه ها به سوی آقای امام زمانه. منظور شاعر از آقای امام زمان همان نوک آنتن طویله سفیده. هیچ آبی اینا گرم نمیشه. حاج حسین اوباما به اینا مایه رسون، جو فروش به اینا مایه رسوند، کلینتون به اینا مایه رسوند، جورج بوش به اینا مایه رسوند، جمهوری طلب، اصلاح طلب، دموکرات، همه شون با اینا یکیه. گول هیچ کدومشون رو نخوری. تا موقعی که ندیدید پرزیدنت اون طویله نیومد جلو دوربین گفت جمهوری اسلامی باید برود چنج رژیم، ما از ملت ایران، از اپوزیسیون واقعی ایران حمایت میکنیم، Good morning, I love you, yesterday. بعد میگه آه، حالا طرفدار ما شدن. آی نتانیاهو رفت پیش ترام، بعد گفتن چاره نداریم، باید اینا رو ببریم، هبچیم صبر اومد، حالا مثل فردا ببریم. همه شرط و پرته. با چشمای خودتون ببینید، با گوش خودتون بشنوید، نشستن تو طویله هاشون که میگن دفتر کار، نشستن اونجا میگن چنج رژیم. بعد چش قره نرن، عمل بکنن، کشیده افسری بزنن. بعد به شاه مملکت بگن آقا بیا جلو، ملت داره صدات میکنه، چی میخوای، چه وسایلی میخوای، پول میخوای، توپ میخوای، تانک میخوای، میکروفون میخوای، دوربین میخوای، چی میخوای؟ مستر رضا پهلوی، من مستر پسترم نباید بگیم، بی‌ناموسا، کونیک رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، چی میخوای؟ دارن صدات میکنن دیگه. بعد اون موقع میگن ای والا، اسرائیل رفیق ماست، آمریکا رفیق ماست، انگلیس هم گفته رفیق ماست، فرانسه هم گفته رفیق ماست، آفریقا هم گفته رفیق، همه رفیق ما. جز این دروغ میگن. 44 ساله دارن بهمون دروغ میگن. 44 ساله این حیوانات اسلامی رو نگه داشتن فقط به یه دلیل، نفت رو ببرن، گاز رو ببرن، ملت رو به فقر بکشن. ملتی هم که فقیر باشه نه دنبال تخت جمشید، نه دنبال پاسارگاد، نه دنبال شوش، نه دنبال حکمتانه است، نه دنبال تاریخ، فقط میگه یه چیزی باشه من امروز بخورم نمیرم. بقیه هم که دستشون به دهنشون میرسه آواره بشن که مثل جوان مملکت بیاد بره دیگه، مثل انسانای نخستین توی برف. حالا معلومه از دیروز تا ما اینو پخش کردیم، اینا مردن، زندن،
اصلا چی شد، چقدر به زنای ایرانی تجاوز شد تو این جاده ها و تو این بیابونا توسط پلیس یوگسلاوی، بلغار، لهستان، مجارستان و و و دروغ نداریم بگیم پلیس یونان چقدر بچه های ایرانی رو کتک زدن، چقدر بچه های ایرانی رو قپونی زدن کردن تو زندان ها. همین پلیس ترکیه بیناموس قرارداد داره با جمهوری اسلامی که پلیس ترکیه بره تو ایران جاسوسی بکنه، اون عرازل اوباش میان تو ترکیه جاسوسی کنه. همه دستشون تو یک کاسه است، راحتتون کنه. یه مشتم تنلش فرستادن خارج از کشور به اسم چی؟ اپوزیسیون. امیر عباس شرم‌آور مرکز اومده اسلحه گرفته دستش داره فشنگ میزنه میگه به زودی وعد بله سر میگه علی شیری فلون فلون شده تو یه خره خاکی میفته رود سه متر میبرین مردی که در به داغونه بچه قرتی به تمک سر جا برون زلفاتو بتراش بی پدر و مادر آشغال. تو رو چه به این غلطای زیادی تو عمرت یه تیکم مگسی دستت نگرفتی فلون فلون شو بیا آبجیدو جمع کن در بداخون آشغال. آقای مهندس بریم تو شماره 7 دست درد نکنه. دیدین زرقامی رو؟ حالا نگاه کنیم پول شما ملت داره کجا خرج میشه. شما ملت شدین موش آزمایشگاهی، پولاتون اینطوری داره میشه موشک. بعد موشک آزمایش کردن بعدجوری کم رفت، نیک توش دینامیتش کم بوده، بارود نداشته. ما میخواستیم 1000 کیلومتر بره 600 کیلومتر رفت، حالا باید خرجش بیشتر بکنی. گور بدر ملت ایران، 44 ساله مایه تیلر از شماها دارن میگیرن، پول نفتتون و گازتون و منابع زیرزمینتون رو میگیرن، کشور رو خوش کردن و درب داغون کردن. چیکار کنن؟ موشک بسازن. موشک بسازن که چیکار کنن؟ بزنن سر کله یهودیا. برای چی بزنن؟ که منطقه رو شلوغ کنن. چرا منطقه رو شلوغ بکنن؟ که همه حواسا بره پیش حماس و حزب الله، کسی کاری به کار جمهوری اسلامی نداشته باشه. چرا کاری به کار جمهوری اسلامی نداشته باشه؟ چون جمهوری اسلامی پشتش مافیای اسلحه و مواد مخدر خوابیده. چرا مافیای اسلحه و مواد مخدر خوابیده؟ به خاطر اینکه ایران جمهوری اسلامی بشه بعد مرکز تمام کسافتکاری‌ها، پخش میشه تو دنیا. عربا اسلحه اگه نگیری از ما نخری میدم شیعیان بخورن تو. اروپا پررو شدی آره، آقا هروئین بدیم به جوانای اروپایی. روسیه خیلی پررو شدی آره، از این ور عرق قاچاق بدیم به اینا. جمهوری اشغالگر اسلامی شده مرکز پخش، شده بنکدار، مرکز پخش مواد مخدر و میکروب و ویروس و کرونا و سرنگ آلوده به میکروب و به ویروس و هروئین و کوکائین و یک تویله شده. بعد علی شیرهی نشسته میگه لکن باید بجوری مواظب باشیم، خیلی دشمن داره به ما فرو میکنه. حالا خودتون دانید ملت. نفر بعد، نفر بفرست، مونس نفر بعد. شماره 7 جناب مهندس. نتونستم بودم تا بعد جنگ، ولی مثلا تو دهه 80 دیگه ما به سوخت جامد رسیدیم بعد. ولی این کاری که شده در واقع سال 88، من اولین جلسه که خدمت آقا بعد گرفتن خود شرفیاب شدن، آقا اون روز از من دقت خواست. من خودم شکم هر تا سال 88 دقت نداشت، یعنی مثلا تا 1.5 کیلومتر خطا داشت. که از اون روز شروع شد سال 91 ما به دقت رسیدیم که یه نمایشگاه من خدمت از آقا عرض کردم آقا ما به دقت رسیدیم. آقا گفت کارتون خیلی خوب بوده، ولی دقتمون چقدر بود؟ 30 متر خطا. گفت شما که تونستید به 30 متر برسید، حتما به 10-15 متر هم میتونید برسید. که به فاصله 6 ماه این رو رسوندیم به خطای زیر 8 متر. سال آینده دشمن رو پیش بینی کردیم، خدا کردیم. ولی الان که اصلا همین موشکای بالستیک هم نمیشه. جایی ما سراغ نداریم بگم راحتی بشه زد. یعنی این موشک $200,000 قیمتشه، اونا با یه موشک $12 میلیون باید این رو بزن. سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی. دیدید ولت؟ هممون شدیم موش آزمایشگاهی. رسما و علنا با پول من، جلو چشم من، دست کردن جیب من، پول منو در آوردن، کتکم زدن، دست با من قپونی زدن، زدن کله ملمم شکستن، چشمم هم ترکوندن، تجاوزم بهم کردن. بعد میگن این پولا هم دیدی مال تو آره. حالا نگاه کن مچ بساط انداختیم اینجا داریم عرق میخوریم، دریاک میکشیم، خانم بازی میکنیم اینا. هر از چنگایی هم که یه پک میرم بالا یه مش میزن تو صورت من. دقیقاً اینطوری تصور کنید. مادرامون رو، به مادرامون، به تمام نوامیس ایرانی جلو چشمون دارن تجاوز میکنن، هر کی دلشون میخواد خرش میگیرن پرتش میکنن تو ماشین، کتکمون میزنن، فوش خار مادر بهمون میدن، تجاوز بهمون میکنن، اسید تو صورتمون میپاشن، دیگه پاره پورمون میکنن، گله ای میکنن اون تو یه اتاقی که مثلا 2 نفر نمیتونن توش زندگی کنن، 200 نفر میریزن تو اون اتاق. دلشون میخواد فوتبال را میندازن، دلشون نمیخواد تعطیل میکنن، دلشون میخواد این کارو میکنن، دلشون میخواد نمیکنن. هواپیمای ملی ایرانو تبدیل کردن به استفراغ الاغ ایر.
اون بالا از تو مستراش فیلمش شافیمش برای من اومده، تو مسترای هواپیمایی به اصطلاح ملی ایران جمهوری اسلامی مسترا هم تو جیش کردن داره میاد اونجا. بله بعد میگن قسمت فرست کلاس، قسمت فرست کلاس که نشسته بچه آخوندهایی که آلمان و اینور اونور میرن ایران و میان نشستن اون تو شیرن انداخته بالا توپ توپ داره با تلفنش حال میکنه، هر بلایی دلشو میخواد سر ما میارن. بعد ما نشسته میگیم یا حضرت ایالات متحده تره به خدا یه کمک به ما بکن، تو پیش انگلیس ها کار کردی؟ چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ کجایی؟ الو الو بریزین تو خیابونا مرده بازه، بریزین این فروشگاه ها رو غارت کنید بابا، ملت مگه گرسنه نیستی؟ چرا میزنید این بازار یا برنج و گوشت اونجوری انبار کنن؟ این رستوران هایی که تو قم نشون دادن، بابا بچه های قم برسین تو رستوران هر چی دلتون خواهید بخورید، نترسی بابا، چرا اینقدر ریقو شدی؟ گرسنته بابا، گرسنته، گرسنگی دین ایمون نداره. مگه مولای متفقین خودشون گفتن سر منبر، میگفتن مولای متفقین گفته اگر فقر گرسنگی از این در بیا تو، ایمان از اون در میره بیرون. خانم این فقیر نشده اینا رو، خب برسین تو رستورانات اون شو برین قشنگ بشین بخور، هر کی مرزه با بشقاب بزن تو صورتش تموم، به همین راحتی. برین برین خاربار فروشا تو بقالیا برنج بردارین نخود، نه به مسلحانه نه دزدی، حق خودت مال خودت اون انبارش کرده، برین برین بخورین بنوشین، گونی برنج بردار ببر، نخود ببر، لوبیا ببر، برین تو فروشگاه گوشت ببر، ماهی ببر. بابا گرسنمه، کینگی کونگی بابا گشنمه. سرکار بانو شهناز ماهیانه 20 دلار لطفی کردن، کردش 50 دلار. دست درد نکنه بانو شهناز عزیز، خیلی ازت سپاسگزارم، فرمودن که اگر پهلوی نباشه میخوام ایران نباشه. درود به شرفت شهناز عزیز، باریک کلا پهلوی نباشه، پهلوی نیست که دیگه شده تویله. بردیای عزیز ما هم 100 دلار چیز بوده ماهیانه میداده، بردیارا ماهیانه شکر 150 دلار. دمت گرم بچه ماهیانه، ای والا دمتون گرم. گفته که رضا احمدی حرف دل ما رو میزنی، بله من حرف دل ملت میزنم، من خودم چیزی نمیگم، دست درد نکنه بردیا، ماهیانه شد 150 دلار. شرمنده پهلوی هم عضو شد ماهیانه 30 دلار، دست درد نکنه. درود به شرفت، ما هممون شرمنده خانواده ایم، به خدا اگه ما آدم باشیم با خودمون رو بکشیم، چه کردیم ما با این خانواده پهلوی؟ اینا دیگه داریم تو آدمش رو داریم میدیم، هممون خلوچل شدیم. 80 میلیون روانی به اسم ایرانی اون تو هم، 8 میلیون هم دیوونه تو خارج از کشور، هممون دیوونه شدیم، همه عصبی، همه توهمی، همه روانپریش، نصف بیشترش هم داریم با قرص میخوریم. لگن فروش دوز از بالا و پایین به خوش داره عماله میکنه مردی که قیافش دیدین چی شده؟ شده این اسب آبی بی پدر و مادر آشغال، از بس به خود چیز فرو میکنه. لیلای عزیز ما هم عضو شد، دست درد نکنه لیلا جان، خیلی ازت ممنونم، عضو شد گفت منم 30 دلار عضو میشم، عضو خانواده، دست درد نکنه بچه، زنگ بزنین عضو بشین خدا وکیلی. خب بریم تو شماره 8. آقا ملت، بحث شیعه و سنی تو یکی از این طویله های عربیه، نمیدونم کدوم طویله است، هر کی میدونه کدوم طویله است به ما هم بگی. دست درد نکنه مهندس، بریم تو شماره 8 بحث میکنن با هم. شاكر انت اللي شاكر يا اخوان، انت اللي بدأت، لا يا انت اللي بدأت يا سيد، لا لا شاكر انت اللي شاكر يا اخوان، انت اللي بدأت، لا يا انت اللي بدأت يا سيد، لا لا دست درد نکنه جناب مهندس یاشی گرامی. دیدین بحث، دیدین دوتا اندیشمند بزرگ، اندیشمند علی شیعه، اندیشمند السونی، مردشور قیافه هر دوتتون رو ببنه، یکیش دستش اینجوری میذاره دولا میشه جلو اون اتاقه، یکیش دستش اینجوری میذاره دولا میشه جلو اون اتاقه. اینقدر دولا بشید و حق پنجتن و آل عبا که همه تون بشین عبدالله، که هستین عبدالله هم هستین واقعا. ما تو تهرون
یکی که خیلی مشنگ بود مثل یارو چیز مثل محمود مشنگ، مثل همین لگم خروش دوزن مشنگ، این بهش کنه طرف عبدالله است. اینام دیدی عبدالله رو داشتم با هم بحث علمی میکردن، مثلا این گفته مولای متفقین قهرمان خوشبختی بوده، اون گفته نه مولا عمر بعجوری قهرمان بوده. سر دو تا جونوری که 600 سال پیش، 1800 سال پیش، 6000 سال پیش، 14 قرن پیش رفتن تو خاک، استخونی هم دیگه ازشون نمونده، دو تا احمق کراوات هم خودشون آویزون کردن زدن چپوبک استودیو رو آوردن جلو چشمش، خاک بر اون سر تو، خاک بر سر من که تا چند سال پیش یا چندین سال پیش مسلمان بودم. حیف خاک، چقدر من بیشور، من بیش از 40 سال بیشور بودم. من چند سال بود آره دیگه اومد بودم آلمان، هنوز نداشتم، هنوز اون ویروس رو دو بدنم میلولید. به هر حال تا آره دیگه تا 40 سالی که به عقل نشستیم، خاک بر سر من که دو خیابونا برای اینا سینه میزدم، وای حسین رو کشتن، به عصب حضرت عصب صافنین که کشتن، مرگه اینگاه من کشتمش. زو گارد جاویدان از اسپانیا لوت کرد 30 دلار که میگه آقا دمت گرم گارد جاویدان، ما اینکه پولمون تو خارج از کشور نمیتونیم بگذاریم، بعد توقع داریم بچه‌ها تو ایران جونشون بگذارن، دمت گرم. از اسپانیا 30 دلار. پروانه عزیز ما هم از آلمان لوت کرد 110 دلار. بعد پروانه خانوم بچه محل ما از آلمان گفته که من 50 دلار ماهیانه عضو میشم. دست درد نکنه پروانه عزیز از آلمان، خیلی ازت ممنونم، فکر کنم برای من پیام فرستاده شما توی تلگرام، دست گل درد نکنه. رعنای نوجوانم که لطف کرد 100 دلار داد، ماهیانم 100 دلار. این رعنا هم همیشه لطف میکنه ترکیه، دست درد نکنه رعنای نوجوانم عضو شد، شد ماهیانه 100 دلار، دست درد نکنه بچه ها، عضو بشین خدا وکیلی، عضو بشین، کف کردم از دست خودم. آقا مهندس حالا رفتیم تو اون چیز، خب حالا خوب گوش کنی، این دعواها رو دیدیم، آره وقت داریم، آره الان از زنده یاد مانوک، چون یه چیزایی هستش که آدم، من میتونم بهتون بگم و بارها هم گفتم، ولی بعضی موقعا بهتره از زبان دیگرانم گوش کنیم، یه حرفی رو از کسان دیگه گوش کنیم، مثلا حرفایی هستش که من بگم تا اینکه فریدون فرخزاد عزیز زنده یاد بگه فرق میکنه، بعد خودم هم دوباره بشینم گوش کنم، یاد بگیرم و تجدید خاطره بشه برام. استاد عزیز مانوک خدابخشیان 6-7 دقیقه است اگه اشتباه نکنم، آره 7 دقیقه است، 7 دقیقه و 30 ثانیه، بشینید گوش کنید ببینید مانوک چی میگه. هوش و حواستون رو بچه ها بدید، الان که شما نشستید این جریان پرویز ثابتی رو گوش کردید، بد نیست اینم گوش کنید. برو بریم آقا سیاوش، دست درد نکنه شماره 9. ممنونت حسین فردوس که به نوشته روین هارت کپلینگ شما باید به موقع در واقع به صحنه بیایید، بزرگترین نقش رو بازی کرد. زمانی که شاه از ایران خارج شد و در واقع ارتش رو واگذار کرد به حسین فردوس، به باور بسیاری در اون جلسه فرماندهان نظامی حسین فردوس بود که در واقع تیم رو اداره می کرد، هرچند پاره معتقدن که جنرال هویزر آمد که کودتا را بندازه، پاره هم اشاره می کنن ضد کودتا انجام بده. هویزر نیومده بود کودتا کنه، هویزر آمده بود که ارتش رو کنترل کنه. چرا؟ اگر ارتش بی‌طرفی خودش رو اعلام نمی کرد و در ایران سیویل وار می شد بعد از رفتن شاه، مسلماً شوروی می توانست همون بازی که در افغانستان کرد در ایران بکنه. بنابراین اینها ترجیح می دادن که به تدریج ارتش بیطرفی خودش رو اعلام کنه. پاره ای هم حتی می دانستن که نابودی ارتش شاهنشاهی در برنامه بود و اجرا کردن. حسین فردوس همزاد ناجور شاه بود. اگر می خواهید حسین فردوس به اصطلاح مرموزترین جنرال شاه رو بشناسید، باید برگردید به سوئیس. چرا؟ آقای فردوس در کتابش بارها و بارها از ارنست پران اشاره کرده، یک نظافتچی که مثل لورد بایرن شعر میگفت، برای شاه رمان میخوند، اما هرگز نگفت رابطه او با ارنست پران چگونه بوده، در حالی که باید از نقطه نظر
جاسوس بازی های دستگاه اطلاعاتی انگلیس دریابی که همیشه سعی میکنند یک تیم بسازند. تیم ایرانی آقای فردوست هست. یعنی چیه؟ اجازه بدید توضیح بدم. اولا تمام سیستم جاسوسی انگلیس در دوران رینهارد کیپلینگ که بعدها لارنس عربستان، گرترود بل، خانم لپمن آمدن ایران و در واقع تأثیر گذاشتن رو تاریخ ما، قضیه این بود که خود کیپلینگ یک کتاب نوشته بود به اسم کیم و در آن توضیح داده بود که شما چگونه میتوانید بروید یک بچه به اصطلاح پا برهنه رو استخدام کنید و تمام کارهای جاسوسی خود رو در دستگاه های بالا انجام بدید. کیم داستانی بود در هندوستان. بنابراین اگر توجه کنیم که در تمام مدت حضور ارنست پران در سوئیس که فردوستم حضور داشت و پسران تیمورتاش که به نظر من دستگاه اطلاعاتی انگلیس، ارنست پران رو نفرستاده بود تا شاه رو در واقع در انحصار بگیره، بلکه مراقب باشه تیمورتاش ها نزدیک نباشن، چرا که به اصطلاح تیمورتاش ها خط روسی داشتن. اما باید گفت که از همونجا ارنست پران فردوس رو استخدام کرد، برخلاف تصور بسیاری که فکر میکنن فردوس بعد رفت انگلیس دوره ویژه دید و شد جاسوس رسمی انگلیسی ها. نه، در تمام مدتی که از سوئیس به ایران برگشتن ارنست پران در دربار بود. چرا؟ حضورش موجب میشد که افراد دیگری نقش خاصی نداشته باشن. اما توجه کنید بعد از کودتای 28 مرداد یک جماعت دیگری وارد بازی شدن. اردشیر زاهدی اومد، تیم آمریکایی آمدن. بنابراین نیروی انگلیسی ها در دربار شاه داشت تضعیف می شد، هرچند اسدالله علم و دیگران بودند. اما بعد از حادثه 28 مرداد و ترور منصور می بینیم که هرگز آمریکایی ها وارد دربار شاه نشده بودند. مستشار فرستادن در نیروی هوایی، نیروی زمینی، نیروی دریایی، همه جا حضور داشتن، اما هرگز در دربار نفوذ خودشون رو پیدا نکرده بود، به خاطر اینکه حسین فردوس در واقع بازیگر اصلی تمام صحنه بعد از ارنست پران بود. در تمام کتاب ها و تمام تاریخچه ها آمده است که ارنست پران واسطه دنیس رایت سرجاسوس انگلیسی در تهران بود. ارنست پران موجب شد که تیمورتاشا رانده بشن. اما بعد از رفتن ارنست پران چه کسی دربار رو کنترل میکرد؟ حسین فردوس. فقط شاید در روزنامه آرای تیمسار معین‌زاده بود که اولین بار اشاره کردن به نقش مرموز حسین فردوس در بیرون راندن ارتش ایران. در واقع یک طرحی بود و تنها کسی که میتوانست این طرح رو بازی کنه حسین فردوس بود. اما نکته مهم که هرگز در کتاب‌ها و مطالب ایرانی‌ها نیامد، فردوس با ساواک جمهوری اسلامی همان کاری رو کرد که به اصطلاح روش رینهارد کیپلینگ بود. یعنی چی؟ شما بروید و از طبقه پایین مأمور استخدام کنید. آقای حسین فردوس سه نازی‌آبادی رو در واقع تربیت کرد برای ساواک جمهوری اسلامی: سید حجاریان، آقای علی ربیعی که هنوزم هستن، و عبدالله شهبازی بعدها اعلام کرد که من تمام این بازجویی ها رو در حضور حجاریان و ربیعی انجام دادم و به کتاب تبدیل کردم. بنابراین اگر دریابید همون کاری که بایستی انجام بشه، یعنی ساواک تبدیل شد به واواک با اعضای از خود ساواک که شاید نیازی نیست اسامی رو گفت، اما روش کار همین بود. نازی آبادی ها واواک جمهوری اسلامی رو در واقع ساختن و هنوزم به عنوان امنیتی های اصلاح طلب دارن رژیم جمهوری اسلامی رو کارگردانی می کنن. نکته جالبی که وجود داشت اگر به ایران روز پس از رفتن شاه نگاه کنیم، وقایع افغانستان رو نگاه کنیم،
نقش مسکو، لندن و در واقع واشنگتن رو در ادامه سرنوشت ایران نگاه کنیم، در واقع فردوس اون شاه موره یا شاه کلیدی بود که بازی رو طوری تنظیم کرد که اصلا ما وارد یک بحران بزرگ نشدیم. همون جوری که میخواستن بقایای شاهنشاهی، بقایای پهلوی، بقایای ارتش شاهنشاهی در واقع نابود بشه، منهدم بشه، اما ایران دست نخورده باقی بمونه. سپاس از شما جناب مهندس یاشه گرامی. روانت شاد مانوک عزیز، روانت شاد. خدا رو شکر عصر اینترنت و تکنولوژی، اگر 1400 سال پیش این تکنولوژی که الان ما داریم، 1400 سال پیش یه دوربین، یه ضبط صوت بود، به شرافت بشری سوگن اگه یک انسان رو کره زمین مسلمون میشد، به جز همون الحجازی ها و بادیه نشین های باسن برهنه و شاش شطور کوف کن و زیر سایه شطور دراز بکش. به خدای ایران قسم اگه یه ایرانی مسلمون میشه، اگر اون موقع مثلا بگیم جمعیت ما چه بوده، 50 میلیون 40 میلیون هرچی، اگه تک به تک اون از تیغ عمر و عثمان میگذرون، هیچ کدوم ما مسلمون نمیشدیم. اگه اسناد و مدارک دست ما بود، نیست، هیچی نیست، هیچ سندی نیست. از اون ور گفتن نصر من الله و فتح قریب، الله اکبر، الله، این همون پدر سوخته بازی که 57 بود. این قدیمی ها، پدر بزرگ من، پدر مادرم میگفت که این صدای وحشته. ما میگویم آقا، ما به پدر بزرگ میگویم آقا، آقا چی میگه؟ گفت صدای وحشت میاد، صدای پدر سوخته صدای وحشته. هر دفعه میشنید میگو صدای وحشته و وحشت بود. الله اکبر تبدیل شده به الان تو خیابون اگه یه جا ببینی صف زیاده میخوای بری اول صف، فقط بگو الله اکبر، همه در میرن برو وسط صف. به خدا تاوانی بدجوری داریم، نیخ بیشور و بیسواد و خنگ بودیم دیگه، تعارف که نداریم، چون ملت بیشور و بیسوادی بودیم، باید بدجوری تاوان میدادیم. اگه یه ذره بنزین سر سوزن شعور میداشتیم، میفهمیدیم آخون چه کثافت کرمیه، دنبال این بیناموسا نمیرفتیم. بیشور بودیم، گول خوردیم، بدطوری گول خوردیم. حالا بیا این لجن رو بکن از ایران بریز بیرون، خیلی باید کشته بدیم. خدا کنه، خدا آخر عاقبتش رو به خیر کنه. کارمل عزیز ما عوض شد، 25 دلار ماهیانه. کارمل خیلی ازت سپاسگزارم، لطف و محبت کردی. سرکار بانو منیر آقا خسروی گل من، شما حرف زدم باید کارمن باشه، کارمن، یاد کارمن افتادم، به هنرمند بزرگ سینما بود، روانش شد. زنده باشی، خیلی ازت ممنونم کارمن عزیز، 25 دلار ماهیانه لطف کردی. آقا بانو منیر و آقا خسرو گل و سارا و کوروش عزیز، نوه دو بزرگوار، مجموعا 400 دلار. خیلی ازت سپاسگزارم، فرمودن که آقای وطن خواه، ما پشت شما هستیم و خستم نباشید، دست درد نکنه. بانو منیر و آقا خسرو گل و سارا و کوروش عزیز 400 دلار لطف کردی، خیلی ازتون ممنونم. بنیامین عزیز ما از لندن لطف و محبت کرد، 762 دلار. دست درد نکنی بنیامین عزیز از لندن، 762 دلار. خیلی ازت سپاسگزارم. یه دو سه دقیقه با شما عزیزان حرف بزنیم و بعدش هم یه کار زیبایی از رامش عزیز، هنرمند بزرگ، هنرمند شریف، هنرمندی که خودشو به لجنجلز و دبی نفروخت، هنرمندی که دیگه برای هیچ کدوم از این مطربا ترم خورد نکرد، این الاغمایه خواست زنگ بزن اصلا تحویلش نگرفت، یه کنسرت گذاشت، برای اولین بار گولش زدن رفیقاش، یکش همین یاور همیشه معتاد اومد و گفتن با هم کنسرت بذاریم، همشون دقیقه آخر بانو رو تنها گذاشتن، ولی دمش گرم. مرد خیلی لوتی بود رامش، خیلی لوتی بود، خیلی خیلی شرف داشت، خیلی شرفش از خیلی کسایی که ادام کن لوتی هم بالاتر بود، و تک و تنها 4 ساعت کنسرت برگزار کرد. خیلی حرف ها، کسی که چند سال بود رو سن نیامده بود، خیلی قشنگ و خیلی هم تمیز کارشو انجام داد. روان شاد. امروز 8 آذر سال روز درگذشت این بانوی بزرگ موسیقی پاپ و اصطلاح جاز ایرانه. روان شاد صداش بی‌نظیر بود، صداش ناز بود، مخملین بود و دیگه هم نمیاد.
آخر برنامه یک کار زیبایی که همه کاراش زیبا، همه کاراشو دوست دارم، همه کاراش قشنگ، یکی از اون قشنگ قشنگاشو براتون پخش میکنم. خیلی من آهنگ خیلی خاطرم دارم. زب اسامی رو بگیم یه بار و چند دقیقه با شما از اون صحبت کنیم و بریم تا آدینه. آقا محسن از انگلیس $65، سپاس از محسن عزیز. آقا مسعود مونترال کانادا $50 ماهیانه، دست درد نکنه مسعود جان. لیلای عزیز ما ماهیانه $30، دست گل درد نکنه لیلای عزیز. سعید آلمان $30 ماهیانه، دست درد نکنه سعید جان. جیلا از انگلیس، جیلا میم از انگلیس $38 ماهیانه، دست درد نکنه جیلای عزیز. آقا فراد گلم از انگلیس $35، دست آقا فرادم درد نکنه. آقا جمشید گلم از آلمان $110، دست درد نکنه جمشید جان. ایران دوست از شیکاگو $30، مرسی ایران دوست عزیز، خیلی ازت سپاسگزارم. سرکار بانو گیتی هم لطف محبت کرد $150، سپاس از لطف محبتت بانو گیتی عزیز. آقا کوروش گلم از هیوستن تگزاس $200، سپاس از کوروش عزیز ما لطف کردی. عرض کنم آقا رضای گلم از بوستون $20، دست درد نکنه رضا جان، عذر شو. شرمنده پهلوی $30 ماهیانه، دست درد نکنه شرمنده پهلوی، هممون شرمنده ایم. شهناز عزیزم $20 کرد $50 ماهیانه، خیلی ازت ممنونم بانو شهناز عزیز. بردی های عزیزم $100 کرد $150، دست گل درد نکنه بردی ها. گارد جاویدانم از اسپانیا $30، خیلی ازت سپاسگزارم، لطف کردی. پروانه عزیزم از آلمان $110 لطف کرد $50 ماهیانه عوض شد، دست درد نکنه پروانه عزیز از آلمان. رعنای نوجوانم $100 لطف کرد و عضوم شد $100 ماهیانه، ممنونتم رعنا جان. بانو فرح از هیوستون تگزاس که هر 4 ماهی $100 میدادن تبدیلش کردن به $150. بانو فرح عزیز از هیوستون لطف کرد ماهیانه $100 هر 4 ماهی کردش $150، دست گل درد نکنه فرح عزیز، خیلی ازت سپاسگزارم. بانو منیر آقا خسرو گل و سارا و کروش نوه دو بزرگوارم $400، خیلی ازتون سپاسگزارم. کارمن عزیزم لطف کرد $25 ماهیانه، لطف محبت کردی کارمن عزیز. و بنیامین خودش واقعا دست درد نکنه روبرت جان $100، خیلی ازت ممنونم، درود به شرفت، درود به شرفت. عرق میریزه کار میکنه اما لطفم میکنه، دست درد نکنه روبرت، خیلی ازت سپاسگزارم. حال دادی یه 2-3 دقیقه من 2 دقیقه با شما حرف بزنم تا این کارو خواهش کنم از آقای مهندس، خواهش میکنم الان. بله دستش درد نکنه. بانو ایزابل هم لطف کرد $100، ایزابل عزیز، ایزابل هم همیشه لطف میکنه. ایزابل جان شما هم عضو شو، دست گلت درد نکنه، یه رقمی هم عضو بشو ماهیانه، خیلی ازت ممنونم. ایزابل عزیزم $100، بی نهاد ازت سپاس گذارم، دست گلت درد نکنه. بچه دمتون گرم، خیلی دمتون گرم، خیلی خیلی ممنون. اون بانویی هم که از نیویورک برای من پیام گذاشتی، امیدوارم شما هم قهر نکنی، ادامه بده، دستت هم درد نکنه، ما ممنون همتون هستیم، خیلی هم ازتون سپاسگزاریم. بچه ها عضو بشید، عضو بشید، عضو بشید، دیگه خیالمون راحت بشه. تا رو خدا هر از چنگای آقای وطنخواه میاد، آدم واقعا آدم درست نیست، مرد تمام فشار روشه، دور از معرفته، هر کی هر کاری از دستش برمید، بالاخره یه سفره رویشون برای ما پهن کرده، هر کی مونم نشستیم داریم میخوریم، هر کدوم حالا دیگه بشقاب خودمون عقلا بردیم تا آشپزخونه ببریم دیگه، نه یکی بیاره بذاره ما بخوریم و خودش هم جمع بکنه، درست نیست، دور از معرفته، آخر ما ایرونی هستیم، معرفت داریم دیگه. وقتمون هم تموم شد، تا اون آقا مهندس اون 11 هم لطف اومد بکنید چیزا رو، یک دو تا جمله من بیان برم که جمعه بیام اینو بازش کنم. دنبال این جریان مشروطه پادشاهی، مشروطه بده پادشاهی پارلمانی خوبه، بجوری خوبه، دنبال این جنگولک بازی ها نرید، اینا مأمورن از داخل کشور فرسایش و خارج شماها رو سر کار بذارن. حالا ولش کنید، تا خواستم یه چیزی بگیم دیگه، اونم خوردیم ایشالا، بذار ببینیم چی میشه. فردا شب هم پیش بچه های خانه مشروطه لطف کردن، نمیگم دعوت، از من خواستن، چند وقته ای دارم میگم به خدا وقت ندارم دیگه، حالا فردا من یه وقتی پیدا کردم گفتم بیاین تو زوم بشینین بچه ها، دوست دارم با شما گفته بکنم، اون چشم برداشم بیاید نیم ساعت یه ساعتی در خدمت بچه ها باشیم تو زوم، گفتگوی بکنیم و گپی بزنیم و
جمعه هم که در خدمت شما. بانو مهناز از شما سپاسگزارم آقا سیاوش گفت و شما سپاسگزارم آقای وطنخواه عزیز، جناب وطنخواه. ما هم مثل خود شما ایستادیم، سربازیم، مرد و مردونه با شارعه اونم ایستادیم. پدر من 24 تیر ساعت 7 صبح تو فرودگاه مهرآباد به من در گوش من گرفت بغل بوسید گفت ما عرضه نداشتیم پدرش رو گردنی، برو پسرش رو بیار، نری اونجا بشی کمونیست پومونیست و از این چرت و پرت ها، یادت نره، اسم منو خراب نکنی. اشکم پر شد تو چشاش، دستش رو بوسیدم، صورتش هم بوسیدم، گفتم نه، اگه من نون و نمک شما رو خوردم خیالت راحت بشه که خدا رو شکر شرمنده پدرمون نشد. تا آدینه چشم الان اعلام میکنم سرکار بانو فرح از هیوستون که من گفتم 4 ماه یه بار، عذر میخوام اشتباه بوده، بانو فرح $100 ماهیانه میدادن، کردن $150. ببخشید سرکار بانو فرح عزیز، استرس و به هر حال اشتباه یادداشت میشه و اشتباه گفته میشه، خیلی هم دست درد نکنه بانو فرح عزیز. از همینجا من دست همه شما بانوان عزیز، همه شما آقایون، روی ماهتون رو میبوسم، دستتون درد نکنه، این خونه رو نگه دارید، آبرو و حیثیت و شرف ما ایران آریایی، راحت بهتون بگم دستتون هم درد نکنه. به منم میگن آقا نگو پرستیژ بالا، من نه برای ملتم نه پرستیژ دارم نه هیچی ندارم، تا شاه نیاد ایران من نه پرستیژ دارم نه شخصیت دارم، من هیچی ندارم تا شاهمون برگرده ایران. ایول تا آدینه، دست گلتون درد نکنه، شاد و پیروز باشید، زنده و جاوید با سلسله پهلوی. ما زن و مرد جنگیم، علی شیره ای بجنگ تا بجنگیم، تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی. کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، مرگ بر سه فاسد، ملا چپی مجاهد، پاینده باد ایران شاهنشاهی جاوید شاه.